بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای دنیا که هستید. عنوان بحثی که امروز اعلام کردم و حتما اعلانش رو مشاهده فرمودید هست: آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد. نقد بخش آذری قومی کتاب روشنبینی امام خمینی در نامه 6/1/1368. این بحث شامل 5 یا 6 قسمت خواهد بود به تناسب وقتی که من دارم و کوشش میکنم بحثم را هم نوشتم و بعد از این جلسه زنده متن کتبیش هم منتشر خواهد شد و کوشش میکنم برای دقت بیشتر بحث این مطالبی رو که نوشتم خدمتتون بخوانم. برخی جاها رو هم توضیح خواهم داد. بدون مقدمه وارد بحث اصلی میشم. هفته قبل مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی کتابی به قلم محمد محمدی ریشهری با عنوان روشنبینی امام خمینی در نامه 6/1/1368 در 342 صفحه منتشر کرده است. محمدی ریشهری متولد 1325، داماد مرحوم علی مشکینی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی، نخستین رئیس دادگاه انقلاب ارتش، یعنی از اواسط 58 تا مرداد 63، نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مرداد 63 تا شهریور 68، دادستان کل کشور در زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه مرداد 68 تا خرداد 70، دادستان دادگاه ویژه روحانیت از دی 68، پایانش رو نمیدانم، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم از فروردین 1369 تا امروز، نماینده مردم تهران در دوره های دوم، سوم و پنجم مجلس خبرگان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از 75 تا 90، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج از اردیبهشت 70 تا دی 88، یعنی نزدیک 19 سال، و رئیس مؤسسه دارالحدیث از 1374 تا کنون است. این سمت ها را عرض کردم چون برخیش در بحث ما موضوعیت دارد. ری شهری یکی از مؤثرترین مهره های نظام در محاکمه مراجع از قبیل مرحوم سید کاظم شریعت مداری، عزل مرحوم حسین علی منتظری و رهبری آقای خامنه ای بوده است. به خصوص در دو مسئله اخیر ایشون یکی از دو نفر فی‌الواقع اصلی و تأثیرگذار در مسئله بوده. کتاب حاضر، همین کتابی که داریم الان یه بخشش رو بحث می‌خواهیم کرد، در حقیقت دومین کتابی است که ری شهری بر علیه آقای منتظری منتشر کرده است. کتاب نخست با دو عنوان منتشر شده: یکی سنجه انصاف، بررسی برهه حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1386، و با یک عنوان دیگر به عنوان جلد چهارم خاطره ها در سال 1388 منتشر شده. کتاب اخیر همان کتاب قبلی، یعنی کتابی که الان میخوایم بحثش بکنیم، همون کتاب قبلی است، اما به بهانه تحلیل نامه 6/1 آقای خمینی در حقیقت نقد کتاب انتقاد از خود، عبرت و وصیت، گفتگوی بی پرده با پدر، استاد و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله منتظری است که توسط سعید منتظری در سال 1389 بعد از درگذشت فقیه عالی قدر منتشر شده و در زمان انتشار کتاب قبلی ری شهری با هر دو عنوانش هنوز منتشر نشده بود. بنابراین ری شهری یک مطلب جدیدی پیدا کرده برای نقد و اونم کتاب انتقاد از خوده. این کتاب فی الواقع به عنوان نقد کتاب انتقاد از خود ایشون منتشر شده. کتاب روشنبینی امام خمینی در نامه 6/1/68 تازه از چاپ بیرون آمده است، یعنی چند روز بیشتر نیست. بعد از مطالعه کامل آن البته نقد خواهد شد. شب دراز است و قلندر بیدار.
قبل از خبر انتشار کتاب، خبری در رسانه‌های حکومتی با آب و تاب فراوان با متن متحد و شکلی پخش شد. عنوانی که برای این مطلبشون گذاشته بودن این بود، بالواقع در مورد مرحوم آقای منتظری نبود، یه چیز دیگری بود. برای اولین بار منتشر شد نامه عذرخواهی آیت الله آذری قمی از رهبر معظم انقلاب. دو سه تا آدرس هم بدم که توی هوا صحبت نشده باشه. این عنوان عیناً، این مطلب عیناً در روزنامه کیهان و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در تاریخ 9 آبان 1400 به چشم خوره. البته در وبسایت های دیگه، در روزنامه های دیگه، در خبرگزاری‌های دیگه هم هست. این دو تاش، این دو سه تا نسبتاً اصلی تر است. جالب اینجاست روزنامه رسالت که مؤسس و صاحب امتیاز آن مرحوم احمد آذری قمی بوده نیز در تاریخ 10 آبان همان خبر کلیشه‌ای را منتشر کرد. خانواده محترم آذری قمی در تاریخ 11 آبان نامه مذکور را تکذیب کردند، اما تکذیب نامه آنها در حد اطلاع جای درج نشد. در عوض کاسه و کوزه سر من خراب شد. مثلا این عنوان را نگاه کنید: کدیور و ابتذال در تاریخ نگاری انقلاب، مطالعه موردی آیت الله آذری قمی، خبرگزاری تسنیم 13 آبان 1400. من جز عرض سلام خدمت نویسندگان این گزارش چیزی ندارم بگم. خب این مقدمه بحث من. بحث دوم، الواقع با توجه به اینکه خانواده مرحوم آذری قمی نسخه از تکذیب نامه خودشون رو در اختیار من گذاشتند و جایی منتشر نشده، من برای اطلاع عموم اون رو عیناً میخونم. در پی انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در مورد مجاهد شهید آیت الله آذری قمی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و خبرگزاری‌ها مبنی بر اظهار پشیمانی و ندامت از مواضعشان در برابر رفتارهای حکومت و رهبری اعلام می‌نماید، یعنی خانواده آذری اعلام می‌نماید که ایشان تا آخرین لحظه از حیات پربرکتشان حتی یک لحظه از مواضعشان نه عقب نشینی کردند نه پشیمان شدند. از ده‌ها نکته قابل طرح در این موضوع فقط به یک نکته اشاره می‌نماییم که مطرح کردن عذرخواهی ایشان نظام را در برابر افکار عمومی و تاریخ در مزان اتهامی بزرگ و بی سابقه قرار می‌دهد که فردی را که در هیچ دادگاه رسمی قانونی و عادلانه محاکمه نشده، ظالمانه بر حصر یا به عبارت دقیق تر به زندان خانگی محکوم شده است را علارغم اظهار ندامت و عذرخواهی با قساوت همچنان در حصر نگه می‌دارد و حتی امکان ملاقات با ایشان را از اقوام و دوستان دریغ می‌کند و حتی در مدت بستری بودن در بیمارستان و تحت درمان بودن نیز از فشار بر ایشان دست نمی‌کشد و این رفتار ضد اخلاقی و ضد انسانی را تا آخرین لحظه حیات ایشان ادامه می‌دهد. از یک حکومت که داعیه اسلام و رأفت و رحمت دارد فرسنگ‌ها فاصله دارد. در آخر ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌نماییم اتهام و دروغ بستن بر شخصی که در قید حیات نیست و امکان دفاع از خود را ندارد نشان بی تقوایی و بی عدالتی دستن در کاران این سناریو می باشد. لازم به ذکر است برای انتشار این نامه جعلی به کتاب جرعه از دریا نوشته آیت الله شبری زنجانی استناد شده که پی تماس خانواده با ایشان فرمودند من نامه را به چشم خود ندیدم و این مطلب را بعد از فوت آیت الله آذری از آقای مسعودی، یعنی مسعودی خمینی، شنیدم و نقل قول کردم. امضا از طرف خانواده آیت الله آذری قمی. خب این عین تکذیب نامه این خانواده محترم بود که جا داشت این خبرگزاری ها یا این روزنامه ها که خبری رو بالاخره منتشر کردند و تکذیب نامه خانواده رو هم منتشر بکنن. بعدم خب هر چی دلشون میخواد میتونن بنویسن. این شرط اخلاق، شرط شریعت و شرط قانون است. اما کجا اینها رعایت میشه؟
دوازده سال بعد از درگذشت آذری قومی، علی اکبر مسعودی خمینی متولد 1310، تولیت وقت حضرت معصومه که ایشون، یعنی این آقا، از 1371 تا 18 آذر 1389، این تاریخ ها رو ذکر میکنم برای اینکه در نتیجه گیری دخالت داره. آذر 89، 18 آذر ایشون سمتش رو تمام شد. در اون زمان تولیت آستانه حضرت معصومه در قم بوده. جناب آقای شبیری هم در اونجا اقامه نماز می‌فرمودند و در فاصله بین منزل تا محلی که اقامه نماز می‌کردند گاهی طلاب خدمتشون بودند و ایشون مطالبی می‌فرمودند و طلاب اونو ضبط می‌کردند که شده کتاب، بخشی از کتاب جوری از دریا، خصوصاً اون بخشش که در مورد آقای آذری هست. یعنی به عبارت دیگر خود آقای شبیری ننوشتند این بخش رو، پیاده شده از نوار. این آقای مسعودی، این فرد یعنی مسعودی خمینی، خبر این نامه را برای آقا سید موسی شبیری زنجانی نقل کرده و ایشان این خبر را بدون اینکه متن نامه را دیده باشد در جلد چهارم کتاب جرعه از دریا که در تابستان 1399 منتشر شده، یعنی یک سال قبل، نقل کرده. همان زمان من یادداشتی را در نقد آن منتشر کردم. من از جمله ارادتمندان آقای شبیری هستم، به ایشون علاقه فراوان دارم، ایشون را از مفاخر فقه معاصر شیعه میدانم، اما در مورد این مطلب که ایشون مرقوم فرموده بودند ایراد داشتم. با احترام و ادب مطلب خودم را نوشتم. عنوانش هم هست آذری قومی از منظر شبیری زنجانی، حاشی انتقادی بر مدخل آذری قومی کتاب جرعه از دریا. این مطلب من در 5 بهمن 1199 در وبسایت هم منتشر شد. حاصل این تحقیق، حالا برای کسایی که احیانا مراجعه نکردن یا نخوندن، همین دو جمله است. مجموعه بحث مفصلی که من کردم با ادله فراوان این است. مضمونی که برای آقای شبیری زنجانی نقل شده و ظاهرا ایشان تلقی به قبول فرمودند خلاف واقع است و مطابق 3 دلیلی که اقامه کردم نمیتواند صحت داشته باشد. در نتیجه ادعای پشیمانی آذری قومی از مواضعش در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای از پایه بی اساس است. این خلاصه مقاله‌ای که من قبلا نوشتم. علاقه‌مندان می توانند به یادداشت مستند مذکور مراجعه کنند. البته چون توی ایران سایت من فیلتره، باید فیلتر شکن نصب فرمان تا بتونن مطلب رو بخونن. امکان انتشارم که ما نداریم در اونجا، در داخل کشور خودم. قبل از آن نیز کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قومی سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قومی 1302 تا 1377 در مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد دفتر دوم در 486 صفحه در سال 1392 من منتشر کردم. کتاب و مقاله، هم این کتاب هم اون مقاله‌ای که در نقد نوشته شده بود، به محضر حضرت آقای شبیری زنجانی تقدیم شده است. یعنی ایشون هم متن به اصطلاح کاغذی کتاب هم متن کاغذی مقاله من رو دارند و احتمالاً مطالعه فرمودند. در این جلسه قصد تکرار مطالب دو تحقیق قبلی را ندارم. یعنی دوستانی که در این جلسه تشریف بردن، زحمت کشیدند، میتونن برن اونها رو مطالعه بکنند. من هیچ کدوم از اون مطالب رو اینجا نخواهم گفت. مطالب جدیدی میخوام ذکر کنم، بلکه در مقام نقد مطلب آذری قومی در کتاب جدید ری شهری صفحات 164 تا 167 هستم. یعنی 3-4 صفحه از این کتاب مورد بحث امروز من هست و میخوام اون رو فقط نقد بکنم. بخش اصلی کتاب که در مورد استادم مرحوم آقای منتظری است، در مجال دیگری که من فرصت مطالعه کتاب رو پیدا کنم انجام خواهد شد. اینم بحث دوم من. اما بحث سوم، بعد از درگذشت مرحوم آقای محمد شیخ محمد علی عراقی در سن 103 سالگی، معاونت امور مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات دست به کار می شود
و در پرسش‌های متحد و شکلی از روحانیون موجه شهرستان‌ها برای مقام رهبری گواهی اجتهاد می‌گیرد. در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه استیضاح مرجعیت مقام رهبری که کتاب الکترونیکی است که ویرایش چهارم آن در سال 1394 من منتشر کردم، محصول خدمات روزانه معاونت مذکور را به شکل مستند و به ترتیب تاریخ آوردم. یعنی یه فصلش از 17 فصل کتاب صرفاً محصولات این معاونت است. یه وقتی فکر می‌بینیم که فرض بکنید افراد متعددی در یک روز مثلا دقیقاً در 9 آذر 1373 در پاسخ یک سوال متحد و شکل پاسخهایی میدن یا پاسخهایی از اونها گرفته میشود در شرایط خاص که اون شرایط را حالا بیشتر توضیح خواهم داد، باید بدونیم که یک نهاد بزرگ حکومتی پشتش است و اتفاقا اعتراض آذری قومی، اعتراض مرحوم آقای منتظری هم دقیقا به همین فشارهای حکومتی به روحانیون برای گرفتن گواهی اجتهاد برای رهبری است که قاعدتا باید مجتهد می بوده باشد و حالا بعد از چندین سال بعد از رهبریش دوباره میبینن بحرانی پیش آمده، نیاز داره که بیان و برایش گواهی اجتهاد بگیرن. خب آقای خمینی که هیچ وقت نیازی به این گواهی ها نداشت چون مجتهد مسلم بود، ولی جانشینش کسی است که در چند مقطع براش بحران مشروعیت مذهبی پیش آمده، یکی در سال 1169، یکی در سال 1173، حالا بماند بقیش هم در زمانهای دیگر. خب بعد از این که در این کتاب، یعنی در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، این اصطلاح هم آقای منتظری به کار بودن هم مرحوم آقای آذری قومی و من سومین نفری هستم که اون رو به کار ببرم، ابداعشم از من نیست، هر دو در اعلامیه‌های خودشون دقیقاً ذکر کردن با ادعای مرجعیت کسی که فاقد اجتهاد مطلق است، اگر اجتهاد متجزی را بپذیریم این میشه ابتذال مرجعیت. آذری بر این اقامه دلیل کرده، مرحوم آقای منتظری هم در اون سخنرانی تاریخی 13 رجبشون در سال 1376 در این زمینه داده سخن دادن و بعد هر دو هم محصور شدن. خب بعدم حالا گفته میشه فردی را که محصورش کردن یا عذرخواهی کرده، خب حالا که شما که اگه عذرخواهیش رو پذیرفتید پس چرا محصورش کردید؟ بعد توی حصر هم از دنیا رفته، رو دستتون مونده. خب در اینجا بعد از این که از حدود 7 از روحانیون شاخص از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی، حالا تو اون کتاب من با تعقید تاریخ رو بردم، میان و ازش گواهی به اصطلاح اجتهاد میگیرن برای آقای خامنه‌ای، خب این کم بوده، هنوز کافی نبوده. دو تا نهاد حکومتی روحانی به نام جامعتین، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمی قم، در تاریخ‌های 10 و 11 آذر 1373 به ترتیب، یعنی جامعه روحانیت مبارز 3 مرجع و جامعه مدرسین حوزه علمی قم 7 مرجع به عنوان مراجع جایز و تقلید به مردم معرفی میکنه. یک امر بی سابقه و بدعت در تاریخ تشیع. مردم آزادند از هر مرجعی، از هر مجتهد جامعه و شرایطی تقلید بکنن، مراجعه کنن بهش. حالا آمدن حکومتیش کردن، اون میگه 3، اولینش هم مقام معظم رهبری جامعه روحانیت مبارز، دومی میگه 7، سومیش 1 2 3 7، سومیش باز مقام معظم رهبری. بسیار خوب، رهبر جمهوری اسلامی گفتم در کجا بوده؟ ری شهری که الان نویسنده این کتاب است در آن زمان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بوده. خب میشه فهمید که ایشون کاملا از این مسائل پشت پرده که وزارت اطلاعات که خودش مؤسسش بوده و اولین وزیرش بوده و میدونسته چه میکرده با اون بخش مرجعیت و روحانیتش، چه میکرده با فضلا و فقهای حوزه های علمیه، آمده گواهی اجتهادهای مقام رهبری را که به شیوه فوق تحصیل شده، یعنی به شیوه توسط زحمت کشیدن سربازان گمنام امام زمان، فرض کنید زنگ میزنن یا میرن در خانه اون
آقای روحانی محل، اون بزرگ، اون فرد شناخته شده، و بهش میفهمونن اگه میخوای تو این کشور زندگی کنی باید گواهی اجتهاد صادر کنی برای آقا، برای رهبر، برای مقام معظم رهبر. خب اسمی چیست؟ آذری. و منتظر میگن آقا با تهدید گرفتی اینا رو، خیلی راست و ساده. اینا میگن نه خیر، اینا ببینید خودشون نوشتن، با اختیار نوشتن. خب با اختیار نوشتن البته. بعد میگه که به عنوان اسنادی بر علیه مرحوم منتظری قلمداد کرده است. میگه آقای منتظری توی کتابش، حالا ایشون گفته در حاشیه کتاب انتقاد از خود، در حالی که حاشیه کتاب از انتقاد از خود نوشته آقای منتظری نیست، نوشته پسرش سعید منتظری است. اون حاشیه هم از متن خاطرات آیت الله منتظری گرفته شده. خب آقای رئیس شهری ظاهراً اطلاعات رو نداشته. آمده گفته که ایشون اشتباه کرده و بعد شروع کرده اسم اون افراد، تعدادی از اون افراد رو آورده. من دو سه برابرش رو آوردم، من همه رو هر چه بوده استقصا کردم آوردم که ببینید این افراد گواهی اجتهاد دادن به مقام رهبری، در چه تاریخی هم به ترتیب تاریخ اینها رو آوردم. بعد از این که اون افراد اولیه رو رئیس شهری ذکر کرده، یک فلواقع بخشی درست کرده در کتابش به عنوان سخن افراد زاویه دار، یعنی بقیه زاویه نداشتن، اون دو تا فرد رو به عنوان زاویه دار نقل کرده. حالا دو فرد چی است؟ اینو نوشته خودش عیناً میخونم. حتی دو نفر از کسانی که در پاورقی کتاب انتقاد از خود ادعا شده شاهد امضای علما با تهدید و تطمیع بودند، درباره مرجعیت آیت الله خامنه ای تعبیراتی دارند که با چنین ادعایی سازگار نیست. خب آیون زاویه دار. و سپس گواهی اجتهاد صادر از دو نفر همراه با کلیشه دستخطشان را نقل کرده و در کتابش درج کرده. یک، آیت الله با تعبیر خودش، آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه فقید اصفهان، و دو، آیت الله شیخ احمد آذری قمی که بحث امروز من در مورد ایشون است. خب این نقل قول از رئیس شهری در کتابش، در صفحاتش هم که ذکر کرده. من در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه اعلامیه طاهری اصفهانی مورخ 12 آذر 1373 را به طور کامل نقل کردم. برام مهم بود ببینم طاهری رو من میشناسم. من شب 23 ماه رمضان سال 1177 به دعوت ایشون در مسجد جامع حسین آباد سخنرانی کردم و بعدم رفتم زندان یک راست. یعنی دقیقاً یک سالش صرفاً به خاطر همون سخنرانی بود که با دعوت ایشون عنوانش همی بود ترور در اسلام حرام است. این که میرید تو خیابون نویسنده معترض رو، منتقد رو میکشید و بعدم به مراجع شیعه نسبت میدید، این خلاف شرع است. هیچ مرجعی پایین نمیتونه امضا بکنه. دو ساعت و نیم من صحبت کردم در حضور این عالم بزرگ. خب وقتی دیدم ایشون هم برداشته نوشته، ولی آقای منتظری هم خیلی ثقیل بوده، تو کتاب خاطراتش هم نوشته. من بعد اومدم بعد از این که به اصطلاح اعلامیه آقای طاهری رو نقل کردم، نوشتم ایشان در این اطلاعیه تحمیلی با ظرافت به صورت قضیه شرطیه که عدم تحقق مقدم در آن یقینی است، عدم تحقق مقدم یعنی به اصطلاح مقدمه اون قضیه شرطیه، به مصلحت وحدت رهبری سیاسی و مرجعیت دینی اشاره می‌کند. در حقیقت وی به انحراف از وصیت بنیانگذار بن آقای خمینی در لزوم تفکیک رهبری از مرجعیت دینی تعریض دارد. خب اگر قرار بود رهبر همان مرجع دینی باشد، خب چه دردی داشتید اومدید قانون اساسی 58 عوض کردید، شرط مرجعیت رو از رهبری برداشتید، دوباره 68 برداشتید، بلافاصله تا جانشین آقای خمینی آمد به قدرت چند ماه بعدش شروع کرد بساط مرجعیت رو پهن کردن. اعلامیه آقای طاهری از بارزترین ادله فشار نهادهای امنیتی بر علما برای تأیید و ترویج مرجعیت مقام رهبری است. من این رو در صفحه 161 که کتاب ابتذال مرجعیت شیعه خودم آوردم. استاد منتظری در خاطرات خودشون جلد یک صفحه 770 نقل میکند که طاهری اصفهانی برای ایشان نقل کرده بود. این جمله توی گیومه، نقل قول از آقای منتظری. من چه کنم؟ طاهری میگه آقای رشیدی دادستان دادگاه ویژه در اصفهان، ویژه روحانیت در اصفهان،
چند مرتبه آمد اینجا و به من اصرار کرد که شما باید این را بنویسی، گواهی اجتهاد، و من هم دیدم نمیشود ننویسم. پایان نقل قول. خب این جمله یعنی چی؟ طاهری اصفهانی زندان شاه را رفته، چند بارم رفته، تبعیدم بوده، ولی وقتی میبینه که دادستان ویژه روحانیت آمده سراغش، نه یک بار نه چند بار، خب تهدید دیگه. برخلاف نوشته ری شهری، طاهری اصفهانی شاهد تهدید و تطمیع دیگران نبود. قضیه تهدید خود توسط دادستان ویژه روحانیت اصفهان را نقل کرده است. خب ری شهری سپس، خب این ربطی به بحث امروز ما نداره، مقدمه بود که وارد بحث هستیم. ری شهری سپس متن گواهی اجتهاد آذری قمی برای مقام رهبری را همراه با کلیشه آن نقل کرده. تاریخ این گواهی 14 آذر 1373 است، یعنی 3 روز بعد از اعلامیه جامعه مدرسین در اعلام اون 7 مرجع. در این زمان آذری آخرین ماهای دوران متقدم فکری خود را طی کرده است. من در کتاب فراز و فرود آذری قمی آذری را به 2 آذری متقدم و متأخر تقسیم کردم. آذری متقدم حداقل در اواخر دوران آقای خمینی و 5 سال اول دوران زمامداری آقای خامنه ای ردیف 1 نه 2، یعنی اولین شاخصترین رادیکالترین مدافع ولایت مطلقه فقیه است. احدی به گرد پاشم نمیرسه. بعد از 73، اواخر 73 به تدریج متحول میشه و تبدیل میشه به یکی از منتقدین مرجعیت آقای خامنه‌ای و بعد منتقدین رهبری ایشون. خب روش تحقیق اقتضا میکنه که ما آذری متقدم رو با آذری متأخر تفکیک کنیم مطلبشون رو. درست یا غلط؟ بنده مدافع آقای آذری نیستم، مدافع حقیقت هستم. نقد خودم هم نوشتم. وقتی آقای آذری هم میگفت که ولی فقیه میتواند توحید را هم، توحید عملی را هم تعطیل کند، خب من نوشتم این حرف خیلی حرف نادرستی است. خب تو دوره متقدمش گفته. بعد میگه که مال همه خمس وجوهات شرعیه باید صرفا به دست مقام رهبری داده شود. خودش هم بعدن آقای آذری این صداقت رو داشت. آقای شوبری هم که هم بحثش بوده اینو تایید کرده. گفته ایشون آدم بیشیل و پیلهی بود، آدم صادقی بود، تند بود، تصمیم میگرفت، بعد به تصمیم میرسه تصمیم اشتباه بوده. اما آقای آذری متأخر آذری متقدم رو به شدت نقد کرده. انتقاد منم به این آقایونی که اومدن این مطلب رو، آقای ریشهری و دیگرانی مطالب رو منتشر کردن، چرا یک سفر از یک کتاب بیاد منتشر میکنید بر فرض صحت، که رو به نقد خواهم کرد. این آذری خیلی چیزای دیگه هم گفته، هم قبل از این هم بعد از این تاریخ، حالا در همین جلسه انشاءالله خواهم بود. در این زمان آذری ماهای آخر دوران متقدم خود را طی می‌کرد. در اعلامیه‌های بعدی آذری قمی اولا تصریح می‌کند که اعلامیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخلاف آیین نامه آن بدون داشتن نصاب لازم صادر شده. اینا با 14 نفر حداقل تو جلسه حضور داشته باشن، 7 نفر بیشتر نبودن. اسمشون هم میبره، خودش هم تو جلسه بوده، اسمشون هم میبره، منم همه رو آوردم. و تنها این اعلامیه 1 امضا بیشتر نداشته است. همون هفته هم که بودن امضا نکردن، 1 نفر، اونم رئیس دبیر جامعه مدرسین، دبیر وقت جامعه مدرسین امضا کرده، مرحوم محمد فاضل لنکرانی. برای چی؟ اسم خودش هم به عنوان مرجع خیلی متوازانه شماره 1 گذاشته، مراجع جایز و تقلید شماره 1 محمد فاضل لنکرانی. آذری از جمله مخالفان آن بوده است، یعنی آذری مخالف این شیوه بوده. مفصل هم نوشته. حالا شما یه صفحه رو میگید، بنده چند ده صفحه نقد آذری رو به این کار تشکیلاتی که خودش جز مؤسسینش بوده نوشته است. ثانیاً وی از موضعی که در اطلاعیه، همین اطلاعیه که کلیشش گذاشته شده، گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای نوشته در تاریخ 14 آذر، از بعدن از ملت ایران عذرخواهی کرده. آدم صادق، من اشتباه کردم،
غلط کردم، آنچه که نوشتم نادرست بود. من اون زمان بر اساس مصلحت نظام مرجعیت ایشون رو تایید کردم، ببخشید رهبریش رو تایید کردم. اما خط قرمز آذری قومی از اول تا آخر عدم مرجعیت آقای خامنه‌ای بود است. رهبریش رو با مصلحت نظام قبول میکنه در یک مقطعی، بعدم اونم نقد میکنه، اما میگه که مصلحت به درد رهبری میخوره، به درد مرجعیت که نمیخوره. که توی مرجعیت ما سواد فقهی لازم داریم. شما سواد فقهی در این حد داری؟ اعلم هستی؟ شرط مرجعیت هم به نظر ایشون اعلمیته. میگه شما اعلم نیستی. ثانیاً برخلاف 8 نفری که قبل از جامعتین، یعنی هم جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، برای رهبری گواهی اجتهاد نوشتن که بهش اشاره کردم، زمانی که تحت فشار قرار نگرفت گواهی ننوشت. آذری از همه بیشتر طرفدار ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه بود تون آذری متقدم. چرا گواهی مرجعیت، گواهی اجتهاد برای مرجعیت آقای خامنه‌ای نمیشه؟ چون مخالف بود. در متن همین چیزی که رئیس شهری تو کتابش آورده تصریح کرده، گواهی مذکور بر اساس مصلحت نظام صادر شده است. این عبارت آذری قومی. خب ببینید، اگر کسی بیاد بگه شما اجتهاد برای این امر را دارید، این برای مصلحت است. یعنی چی؟ یعنی حقیقتا ندارید، چون مصلحت نظام اقتضا میکنه بنده این رو با این شرایطی که برام ایجاد شده امضا کردم. خب من انتقاد دارم، نمیپذیرم، کار خوبی نکرده حتی تو این همین آذری متقدم، اما بالاخره با زبان بی زبانی رو نوشته. حالا بشنوید، این فقط تحلیل من نیست. مرحوم استاد منتظری در خاطرات خود بعد از نقل قضیه طاهری اصفهانی نوشته، یا اینکه توی گیومه حرف آقای منتظری، آیت الله آذری قومی با اینکه خلاف عقیده اش بود، با مقداری اما و اگر و مگر یک چیزی نوشته بود در مورد گواهی اجتهاد. اینها با فشار بعضی علما را وادار کردند چیزی بنویسند. نقل قول تمام. این دقیقاً نکته است که آذری متأخر مکررن تصریح کرده است. به همین دلیلم آذری رو محصورش کردن. در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه صفحه 163 نوشته بودم، متاسفانه به گواهی اجتهادی خود وی، یعنی آذری قومی، به جناب آقای خامنه‌ای داده است دست پیدا نکردم. یعنی بنده این گواهی رو نداشتم. به عبارت دیگر آقای ریشهری برای اولین بار گواهی اجتهادی که آقای آذری قومی با آقای خامنه‌ای رو داده تو کتابش منتشر کرده. بارک‌الله، کار خوبی کرد. این گواهی زورکی به قدری پرمشکل است که نظام در سال 1373 زمان صدورش مصلحت به انتشار عمومی ها ندید. یعنی تو هیچ روزنامه منتشر نکردن. چرا که انتشارش به نفع رهبری نبود. به قول آقای منتظری اقدر اما و اگر و مگر توش بود که هر که میخوند میفهمید که بابا تحت زور اینا رو نوشته. و اکنون که حالا چرا الان منتشرش میکنن؟ اکنون که کفگیر به ته دیگ خورده، ری شهری آن را در کتابش آورده است. فارغ از این که نویسنده این گواهی اجتهاد بین سالهای 73 تا 77، یعنی زمان رحلتش، بیش از 10 بار خلاف آن را گفته و تصریح کرده آقا مطلبی که من قبلا گفتم اشتباه بوده و به نادرستی آن تصریح کرده است. خب آدم هم جایز الخطاست. حالا خطایی کرده، خودش هم اومده عذرخواهی هم کرده از حضور ملت ایران، نه یک بار، چند بار عذرخواهی کرد. خب این بحث سوم. بحث چهارم بحث شیرینی است. ری شهری بعد از نقل گواهی مذکور نوشته است تو همین کتاب، گفتنیست آقای آذری در 4 سال پایانی عمر خود مواضع و رفتارهای متفاوتی از خود بروز داد. در سال 1373 با انتشار متن پیشین، یعنی همون گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای در 13 آذر 1373، با استدلال علمی معرفی آیت الله خامنه‌ای را به عنوان مرجع جایز و تقلید اثبات کرد. بله درسته، ایشون همچه کاری کرده، البته تحت شرایط خاص باش، نه تحت شرایط عادی. در سال بعد موضع گیری های مخالفی در این باره داشت و
بارک الله، همینطور اصلا آذری عوض شده بود، از آخر 73 اول 74 ما یه آذری متفاوتی داریم، کاملا متفاوت با آذری متقدم. در بهار، حالا آقای ریشهری ادامه میده، در بهار سال 75، اینو تاریخ داشته باشی، در نامه ای محترمانه به مقام معظم رهبری از سخنان گذشته خود پوزش خواست و نوشت: اکنون جز رضایت خاطر مبارک و ایتمار، یعنی امرپذیری به اوامر مبارک را نمیخواهم و خواسته جز خواسته هایی که جناب عالی بپسندید ندارم. اینم تو گیوم نقل کرده از نامه آقای آذری قمی در صفحه 166 کتابش. ری شهری سپس متن ذیل را به عنوان متن نامه آقای آذری با آیت الله خامنه‌ای نقل میکند. برای اولین بار راست میگن خبرگزاری‌ها که نوشتن، روزنامه‌ها که نوشتن، خب این نامه متنش قبلا مضمونش توی کتاب جرعه‌ای از دریا بود، اما متن کاملش منتشر نشده بود، ما نمیدونستیم. حالا این متن کامل رو منتشر کردن، منم عیناً متنش رو براتون به روایت این کتاب میخوانم و بعدم اشکالامو بهش میگم. بسمهی تعالی، 14 محرم 1417 تو پرانتز قمری، 12 خرداد 1157 تو پرانتز شمسی، پرانتزش مال من، تاریخش مال ایشون، حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری انقلاب مقدم اسلامی ایران دامت برکاته، پس از سلام و تحیت بر اساس یک سوءظن و شدت علاقه به نظام مقدس اسلامی، گرفتار یک تلاطم درونی که مرا بین دو محظور، یعنی دو ترک وظیفه مخیر میکرد، ناخواسته مبتلا به ضربه علیه نظام شدم و از این رنج درونی سرانجام سحر شب 11 آشورا، توجه بفرمایید، سحر شب 11 آشورا با توسل به قمر بنی هاشم رها شدم و خداوند مرا نجات داد. اکنون جز رضایت خاطر مبارک و اعتمار به اوامر مبارک را نمیخواهم. در عین حال نه جناب عالی و نه آقایان حجازی و محمدی، حجازی یعنی سید علی اصغر میر حجازی رئیس دفتر اصلی مقام رهبری، و محمدی هم یعنی محمدی گلپایگانی رئیس تشریفات دفتر رهبری، را در مزان استجابت دعا فراموش نکردم. همیشه داشت اینا رو دعا میکرده. خواسته ای جز خواسته هایی که جناب عالی بپسندید ندارم. تفصیل مطلب را اگر میل مبارک باشد از آقای مسعودی سوال کنید. مسعودی خمینی، همون تولیت آستانه حضرت معصومه که رفته بود به آقای شبری گزارش داده بود. امضا احمد آذری قم. این متن رو کامل خوندم تا حق مطلب ادا شده باشد. این بالاخره این نامه رو دارن به آذری قمی نسبت میدن. ری شهری کار جالبی که کرده است، برخلاف کتاب جوری از دریا، مدرک نامه رو مشخص کرده. مدرک نامه رو از کجا به دست آورده؟ در پاورقی نوشته مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی. جالب اینجاست که ری شهری در انتهای مقدمه کتاب لقبی که برای مراجع رو پیشنهاد کرده گفته که با صراحت گفته من برای اونها بیشتر از لفظ آیت الله استفاده نمی کنم، چرا که آیت الله العظما لقب اختصاصی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. ظاهرا یادش رفته در مقدمه چه نوشته شده بود، مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما خامنه ای. انتهای مقدمه ایشون رو بر کتاب وقتی به دستون رسید مطالعه کنید. ضمن مشخص نیست که وی چگونه به این منبع دست یافته است. آیا این منبع در اختیار همگان است؟ می توانند به این اسناد مراجعه کنند و راستسنجی کنند؟ چرا مسعودی خمینی از وجودان بی اطلاع بوده است؟ نمی دونسته که این توی اونجا بوده و بعد یه نسخهشو بگیره بعد بده خدمت آقای شبری. در کتاب جوری از دریا، رضا مختاری رئیس مؤسسه کتابشناسی شیعه و ناشر کتاب جرعه که بر آن مقدمه نوشته و مطالب از نوار پیاده شده و پاورقی های آن را تنظیم کرده بود، به منبع نامه اشاره نکرده است. یعنی در سال 1199 منبع نامه که دفتر راه رهبری باشد عیان نشده بود. شاید صلاح نبوده به منبع آن تصریح شود. تاریخ نامه،
حالا جالبش لطفا دقت بفرمایید ببینید چه اتفاق افتاد. تاریخ نامه در کتاب جوری از دریا 27 اردیبهشت 1376 است، معادل 10 محرم 1418. چون توی نامه گفته شده من در فلان شب ماه محرم متوسل شدم، تبدیل تاریخ شمسی و قمری رو من کردم، اما در کتاب آقای شوبیری جوری از دریا دقیقاً به ایشون گفته شده تاریخ نامه 27 اردیبهشت 1376. اما تاریخ نامه در کتاب ری شهری 12 خرداد 1375 یا 14 محرم 1417 است. هر دو هم تو که توی متن گفته شده، یعنی هم تاریخ قمری هم تاریخ شمسی. این ناسازگاری فقط در روز و ماه نیست، در سال هم هست. دوباره نگاه کنید، 27 اردیبهشت 76 در جرعه، 12 خرداد 75 در کتاب رای شهری. کدامش درست است؟ وقتی دوتا نقل اینقدر متفاوته، قصه یه روز و دو روز نیست، قصه یه ماه و دو ماه نیست، قصه یک سال اختلافه. این نشون میده که شما که میگید من به متن نامه دسترسی داشتم، اون اولی هم میگه من به متن نامه دسترسی داشتم، چطور نامه شما اینقدر هم اختلاف داره؟ ری شهری این جمله جرعی از دریا را در نقل قول از آقای شوبری سانسور کرده است، بدون اینکه به حذفش اشاره کند یا جایش را نقطه چین کند. یعنی ایشون تمام عبارت آقای شوبری رو در اینجا نقل کرده در کتابش، منهای اون یک سطر که این نامه در تاریخ 27 اردیبهشت 76 نوشته شده، نقطه چین هم نکرده، نگفتم من این رو تلخیص کردم، این رو تو گیومه از آقای شوبری آورده. خب چرا تاریخ رو حذف کردی؟ اتفاقا این تاریخ دوم خروس است، دوم خروس است که شما یه جایی رو، یه چیز رو دارید پنهان میکنید. این میزان امانتداری وی را، این میزان امانتداری ایشان را میرساند. بقیه امور را هم میتوان بر همین قیاس سنجید. تفاوت دوم دو نقل تاریخ توسل است. در کتاب شهری سحر شب 11 عاشورا آمده است. سحر شب 11 عاشورا، عاشورا اسم ماه است. آذری نمیفهمیده که باید بنویسه ماه محرم. اما در کتاب جرعه از دریا آقای شوبری حالیش بوده، رو تصحیح کرده، نوشته سحرگاه 11 محرم. خب سحرگاه 11 محرم با سحرگاه شب 11 عاشورا خیلی فرق میکنه. از یه آدم عوام کل انعام هم نقل نمیکنه، از یه فاضلی مثل آذری داریم نقل میکنیم. یعنی آذری وقتی مینوشته با دست خود، دست خط خودش مینوشته، نمیدون، نمیفهمیده که 11 عاشورا، شب 11 عاشورا غلط است. از یک فاضل حوزوی همچه چیز امکان صدور ندارد. اینا قرینه های داخلی است که این متن ساختگی است. این که فاضلی مثل آذری سحر 11 محرم را بنویسد 11 عاشورا خیلی بعید است، خطایی که فردی عوام هم مرتکب نمیشود. نکته بعدی، ری شهری کلیشه دستنویس کلیه گواهی های اجتهاد صادر شده برای رهبری را در کتابش درج کرده است. از جمله کلیشه دستخط آذری در آذر 73 که بهش اشاره کرد. اما کلیشه نامی عذرخواهی که برای اولین بار متن کامل آن را در این کتاب منتشر کرده نیاورده است. چرا؟ اگر دستخط آذری موجود بود، چرا دفتر رهبری دستنوشته این نامه را منتشر نمی کند؟ من این را در اعلان سخنرانیم نوشته بودم. به من خبر دادن که خبرگزاری فارس دوزاریش افتاده ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز یک شنبه به وقت ایران کلیشه نامه را با سربرگ دفتر آذری منتشر کرد. برای من فرستاده، من دیدم. اما جالب اینجاست که تاریخ نامه‌ای که در خبرگزاری فارس کلیشش آمده است 27 اردیبهشت 76 است و تاریخ قمری هم ندارد. یعنی یک سال با نامه‌ای که ری شهری در کتابش نوشته تفاوت داره. آیا ری شهری متن نامه رو، کلیشه نامه رو ندیده بود؟ این تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو از جیبش در آورده گذاشته اول نامه؟ یک جایی قضیه میلنگه دیگه.
یعنی متن نامه تاریخش سازگار با آن چیزیست که در کتاب جوری از دریای آقای شوبری آمده، اما متنش سازگار با آن چیزیست که در کتاب ری شهری آمده. فرض کنیم نامه دستخط آذری باشد، چرا خبر آن یک ربع قرن مخفی نگاه داشته شده؟ بالاخره یا 75 یا 76. بسیار خوب، حالا یه وقتی تو این زمینه این نوشته شد، شما که این همه به این نامه احتیاج داشتید و این نامه هم دستتون بوده، تو صندوق خونتون بوده، این همه حمله شده، انتقاد شده، اون وقت شما گذاشتی یک ربع قرن 1399 منتشرش کردی و 1400؟ یه یعنی چرا به شکل قطره چکانی ابتدا مسعودی خمینی تولیت حضرت معصومه 12 سال بعد از درگذشت آذری که زنده نبوده بگه آقای من نامه من هست یا نیست؟ این اومده زیر گوش آقای شوبری خونده و بعد چند ماه بعد متن کاملان بدون کلیشه دستخط با تاریخ کاملا متفاوت شمسی و قمری هر دو از کتاب تولیت حضرت عبدالعظیم سر در می آورن. احتمالا ویرایش بعدیش رو باید از تولیت حضرت امام رضا دنبال بکنیم. هر دو تولیت منصوب مقام رهبری بوده و هستن. خب اون مسعودی خمینی تا یک سالی بوده، اما این دومیش ریشهری هنوز هم تولیت است و نامه ادعایی هم در دفتر رهبری است. توجه بکنید این هم در علم حقوق است، هم در علم رجال ماست. وقتی افرادی در یک مطلب زینف باشند، تا اون مطلبی که اینها نقل میکنند توسط یک منبع مستقل تایید نشود، به خاطر زینف بودن اینها اینو نمیشه پذیرفت. اصلا کاری ندارم به متن هر چه میخواهد باشد، زینف بودن یا نیستند، زینف هستند یا نیستند. به سادگی دو راوی این خبر واحد نه تنها توثیق نشده اند، نقلشان هم در قرینه فوق‌العاده مهمی یعنی تاریخ متهافت است، بلکه به خاطر زینف بودن همگی، یعنی هم دوتا راوی، دوتا تولیت، هم اونجایی که نامه درش هست دفتر رهبری، تا منبع غیر زینفی آن را تایید نکند نمیتوان صدور آن را به آذری نسبت داد. خب اینم یک نام. حالا نکته تازه، فرض میکنیم نامه به قلم آذری باشد، اصلا همه این اصلا همین الان آمده آذرم اینو نوشته، بسیار خوب. مشخص نیست مسعودی خمینی، سید علی اصغر حجازی، محمدی گلپایگانی چه زمینه‌ای برای آذری چیده بودند، چه قولی به وی داده بودند که منجر به نوشتن این نامه فرضی شده است. ما که نیستیم، و اگر فرض کنیم این نامه صادر شده باید توی کانتکست، توی زمینه صادر شده باشد. اما آذری حداقل 2 سال قبل و حداقل 1 سال و نیم بعد از این نامه قوی‌ترین و تندترین انتقادها را به مرجعیت و رهبری آقای خامنه‌ای وارد کرده است که جزئیات و مستندات آن را در کتاب فراز و فرود آذری قومی آوردند و مستندات آن را در کتاب خاطرات جدید الانتشار هاشمی رفسنجانی هر قدر وقت اقتضا کرد در همین جلسه برای شما خواهم خوند. تا آشکار باشد که مفاد این نامه بر فرض صدور نشان از موضع واقعی آذری نیست. این نکته اصلی من است. موضع واقعی چیز دیگری است. و من سند میارم از ملاقات‌های هاشمی رفسنجانی با مقام رهبری، نه یک بار، نزدیک 10 بار که اینا درباره آذری قومی صحبت کردن و اینا در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده. این که گفته میشه آذری عذرخواهی از رهبری کرد، سندش اینهاست، میخونم همین جلسه میخونم. مشکل ما اینه که این دوستان ملت رو ابله فرض کردن، فکر میکنن هر مطلبی که اومدن تو یک جای منتشر کردن 4 خط ور میدارن این بر اون برش رو حذف میکنن، وقت بعدم ادعا میکنن که آذری از رهبری عذرخواهی کرد. آذری تندترین انتقادها رو کرد و رفت، جونش رو برای سر راه گذاشت. از زاویه دیگر فرض کنیم آذری نامه رو واقعا نوشته و برای رهبری هم فرستاده به هر دلیلی که من نمیدانم، فرض میکنیم همه اینا اتفاق افتاد، آیا نظر نهایی به این بوده است که شما این رو تو بوق و کرنا میکنید؟ آیا از زمان این عذرنامه ادعایی، یعنی خرداد 75 یا اردیبهشت 76 که نمیدانیم کدوم تولیت درست میفرماید، این درست میگه یا اون درست میگه، تا
تا زمان درگذشت آذری در هست، یعنی 22 بهمن 1377 آذری هیچ اعلامیه و بیانیه دیگری صادر نکرده است. نیم نگاهی به کتاب فراز و فرود آذری قمی نشان می‌دهد که وی در این فصل، در این زمانه که من نوشتم، یعنی در این 2-3 سال آخر حیاتش بسیار پرکار بوده و چند صد صفحه اعلامیه و بیانیه به خط خودش نوشته است که نسخه از آنها نزد من است و من بر اساس اون نسخه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های آذری قمی کتابم رو منتشر کردم. حالا شما دیگه با یک تک ورق مشکوک که تاریخش هم اینقدر متفاوته، تو صندوق خونتون هم 25 سال تو آب نمک خوابوندینش، حالا آوردینش وسط، چی میخواد، چه ادعایی میخواد بکنید؟ میخواد آذری رو تحریف بکنید؟ میخواد تاریخ ایران رو تحریف بکنید؟ متن کامل اهم اعلامی های آذری را من به عنوان پیوست در انتهای کتاب فراز و فرود آذری قمی آوردم، یعنی بخشش را انتخاب کردم، تحلیل کردم و بعضیاش، مثلا ببینید، یک نامه مفصلی رو به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته. این نامه یکی از همه جا پخش شده. حالا من سنداش از کتاب هاشمی رفسنجانی براتون همین جلسه میخوانم. نمیتونید این کار بکنید. آذری قمی یعنی اون چه که تو اون نامه است. تاریخش هم جالب اینجاست. تاریخ اون رو با تاریخی که شما ادعا میکنید با هم مقایسه میکنم. اون وقت میخوام ذکر بکنیم که در طی چند ماه آدم میتونه تو موضع کاملا متناقض بگیره. یکیش حتما نادرسته، اونی که مستنده درست است، اونی که مشکوکه خب نادرسته. مطلبی که شما دارید ذکر میکنید کاملا مشکوک است. از بدیهیات علم اصول فقه است، وقتی از گوینده مطالب متفاوت صادر شده، مطلب متأخر نظر نهایی اوست، نه مطالب متقدم. آذری متقدم هر چه بوده گذشته، خودش هم نقد میکنه که اشتباه بوده. آذری متأخر است. آذری متأخر منتقد صریح مرجعیت و در انتها رهبری مقام آقای خامنه‌ای است. درست یا غلط، من میخوام دارم تاریخ رو نقل میکنم، حالا میپسندی یا نمیپسندی مسئله دیگه است. چه اصراری است که این عذرنامه که صدورش بسیار مشکوک و نقلهایش با هم متفاوت است در بوق و کرنا کرده شود و این گونه قلم داد شود که آذری یکی از دو منتقد شاخص مرجعیت و رهبری خامنه ای بود، از ایشان عذرخواهی کرد. یکی از دو، یکی شاه منتظری، یکی شاه آذری قمی. اگر آذری واقعا از مقام رهبری عذرخواهی کرده بود و به این عذرخواهی هم پابند بود، چرا باید از 28 آبان 1376 تا پایان عمرش 22 بهمن 1177 در حصر باشد؟ چرا باید در حصر بمیرد؟ خب آدم باید در تحلیلی که میکنه یک جو عقلانیت هم در نظر بگیره. چرا رهبری فردی را که از او این چنین صمیمانه عذرخواهی کرده، عذرخواهی واقعی فرض کنیم کرده، علارغم داشتن بیماری سرطان خون در حصر نگاه دارد؟ سندش الان از هاشمی رفسنجانی براتون خواهم خوند. چرا در نهایت این منتقد مرجعیت رهبری آقای خامنه‌ای در حصر به شکل مشکوکی جان داد؟ آمدن خانوادش منتشر کردن، میگن که 12 بهمن 77 به دروغ رادیوی جمهوری اسلامی خبر مرگ آذری قمی رو پخش کرد. ما رفتیم ببینیم بابامون زنده است. مرگ آذری همانقدر مشکوک است که مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در دی 1195 در استخر. مرگ آذری قمی همانقدر مشکوک است که مرگ احمد خمینی در اسفند 1373 مشکوک است. اینها هر کدامش، ببینید، آذری مطالبی رو میدانست که اگر به زبان می آورد برای نظام مفید نبود. تو انتهای کتاب آذری قمی فراز و فرودش نوشتم، نقل قول مستقیم کردم، پزشک معالج آذری قمی در یک تصادف حذف فیزیکی می شود. اینا رو تاریخ رو ببینید، اگر می شد یک یک اسمش آوردم. خانوادش هم رفتن سراغ پزشک معالجش، اونجا نیستش کردن. مثل اون بیچاره که تو زندان شهادت می خواست بده در مورد اون کشتگیر
بعد اون هم در زندان به شکل مشکوکی کشته شد یا از دنیا رفت. حالا این بحث، من زمانی که کتاب خاطرات ببخشید کتاب فراز و فرود آذری قمی رو می نوشتم سال 92 بوده، 91 نوشتم، 92 هم منتشر شد. خب اون زمان خاطرات روزنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی در این دو سه سال آخری، یعنی سال 75 و 76 و قبل و بعدش منتشر نشده، 77 منتشر نشده. وقتی داشتم این رو، فرصت فراوانم نداشتم، چون من زمانی که دسترسی به کتاب حاصل شد بلا فاصله آمدم گفتم میام صحبت بکنم. حالا مطلبی که خواهم نوشت البته مفصل تر از این سخنرانی خواهد بود، همش رو نمیرسم. برخی از موارد رو که هاشمی نوشته که مؤید حرفایی است که آذری قمی زده و من در کتاب فراز و فرود آوردم برای شما میخونم با قید تاریخ و جلد و صفحه، خودتون قضاوت کنید. میخوام که از این جلسه چه موافق چه مخالف دستتون بیاد که مملکت چطور اداره میشه. 20 آبان 1174، آذری متأخر داریم صحبت میکنیم، شب مهمان آیت الله خامنه ای بودم، هاشمی رفسنجانی. درباره چند چیز بحث شد، از جمله درباره آقای احمد آذری قمی و مواضع ضد رهبری او مذاکره شد. ببینید مسئله آذری قمی دغدغه، یکی از دغدغه های اصلی مقام رهبری بوده است. به شهادت خاطرات هاشمی رفسنجانی حداقل از 1374 به مدت 3 سال که من شواهدش رو ذکر میکنم. بعد در پاورقی همین کتاب، همین صفحه گفته شده که صفحه 509 کتاب مرد بحرانها میشه خاطرات سال 74 هاشمی، وی بعد از ارتحال امام، یعنی آذری قمی بعد از ارتحال امام از طرفداران رهبری آیت الله خامنه‌ای بود، اما بعد از معرفی ایشان به عنوان مرجع تقلید از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم ناگهان به مخالفت برخاست. این همون آقایی که میگید چیز کرده ها، اسخایی کرده. 74، حالا جدیدترش هم میرسه. 5 آذر 74، شب مهمان رهبری بودم، درباره مسائل متعددی صحبت کردن، چند تاش که به جلسه ما مرتبط میشه میگم بگرده، نقطه هم گذاشتم درباره مسائل بیت سید محمد شیرازی، احمد آذری قمی، جامعه مدرسین، گروه پیام دانشجو، تبرزدی، انصار حزب الله، مذاکره و تبادل نظر شد. وقتی شما خاطرات میخونید میبینید جزئی ترین مسائل کشور تا یک گروه دانشجویی هم رهبر و رئیس جمهور دارن در موردش تصمیم گیری میکنن. 15 مهر 76، 75 چیزی تو کتابش نبود اما در 76 زیاد. 15 مهر 1376، آقای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات آمد. خب من ببینید این تاریخ رو، تاریخی که توی این کلیشه که فارس منتشر کرده اردیبهشت 1176، همونی که توی جوری از دریا هم اومده، اردیبهشت 76. حالا مطلبی که من میخوام بخونم، هاشمی رفسنجانی 15 مهر 76، یعنی ماه 7، 5 ماه بعد از اون مطلب ادعایی که شما میگید عذرخواهی کرد، دوره نجف آبادی وزیر اطلاعات آمد در مورد آقای آذری قمی که اخیراً نامه ای به او نوشته، یعنی نامه ای به وزیر غیر محترم اطلاعات، عنوانش رو نوشته، من متن کاملش رو تو کتابم آوردم، و به رهبری و وزارت اطلاعات اهانت کرده، هاشمی نوشته و گفته است وزارت اطلاعات با ارعاب مرجعیت رهبری را تحمیل می کند در صورتی که ایشان مشتهد مطلق هم نیستند. صریحا تو این نامه نوشته جناب آقای خامنه‌ای مشتهد متجسس است. کی؟ مهر 1176. آذری مخبط نبود که فرض بکنیم تو اردیبهشت بگه من عذر میخوام، هرچی شما بفرمایید بنده چاکرم مخلصم، بعد 5 ماه بعدش بیاد بگه تو که اصلا مجتهد مطلق که نیستی. و نیز برای دادن خواستای آیت الله منتظری در مورد اسناد خودشان در ساواک و نیز درباره معاونتهاش در وزارت اطلاعات مشورت کرد، از رشد نیروهای مخالف نظام و تضعیف نفوذ و محبوبیت رهبری اظهار نگرانی کرد. کتاب انتقال قدرت خاطرات سال 76 صفحه 452 هاشمی رفسنجانی. وزیر اطلاعات وقت
نگران از این که نیروهای مخالف ولایت فقیه دارن رشد میکنن. و این جمله جمله کلیدی است. دقیقا همه بحث سر همین است. وزارت اطلاعات با ارعاب داره مرجعیت رهبری رو تحمیل میکنه، گواهی اجتهاد میگیره. حالا شما از کسی که دقیقا این رو داره میگه ادعا میکنید، برمیدارید میگه از رهبری عذرخواهی کرد. معلومه که اشتباه هست. 20 مهر 1176، شب مهمان رهبری بودم، سرماخوردگی دارند، درباره سفر آیندم به قم و نامه توهین‌آمیز آقای آذری قمی به وزیر اطلاعات در مورد رهبری مذاکره شد. بار چندمه؟ 27 مهر 1176، آقای محمد فلاح از وزارت اطلاعات اومد. وزیر اعلان اطلاعات کیه؟ با آقای آذری قمی ملاقات کرده و در مورد علت پخش اعلامی علیه مرجعیت پرسیده. مرجعیت آقای خامنه‌ای، نه مرجعیت کسی دیگه، پرسیده که گفته وظیفه میداند، ناظر قمی رو وظیفه خودش میداند و ادامه میدهد و از بحران‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی به خاطر کم شدن اعتقاد به ولایت فقیه و چند نقطه اظهار نگرانی کرد. مقام اطلاعات در قم، 1 آبان 1376، سر صبحانه آقایان جعفری گیلانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم، طه هاشمی نماینده قم، سید هاشم بنی هاشمی استاندار قم در مورد چند مطلب اظهار نظر کردن، از جمله انتقادات صریح از ولایت فقیه و به خصوص نامه آقای آذری قمی در مورد رهبری، اظهارات تند اخیرش در درس دینی، درس دینی یعنی درس حوزه علمی قم، اظهارات آقای حسین وحید خراسانی اظهار نگرانی کردند و از من خواستند حمایت بیشتر از رهبری بنمایم. یعنی در سال 76 حوزه علمی قم ملتهب است. یه مرجعش آقای منتظری، یه مرجعش آقای وحید خراسانی، مرجع سنتیش یک فاضل مهم میشم سابقه دارش مثل آذری قمی. اینا همه منکر چی هستن؟ منکر مرجعیت آقای خامنه‌ای هستن. یا آقای وحید خراسانی همونه که میگه یک جفتک میزنند عنوانشون از حجت الاسلام میشود آیت الله، یک جفتک دیگر میزن، این عبارت خودش با تاریخ آوردن در کتاب ابتذال، میشوند آیت الله العظمى، یک جفت دیگر میزنند میشوند امام. این همون آقاست. درسش هم 4000 تا طلبه شرکت میکنن، شلوغ‌ترین درس اصول حوزه های علمیه شیعه در قم و نجف. 4 آبان، چندین بار اسم وحید اینجا آورده، حالا اسم دیگری هم هست. 4 آبان 76، شب مهمان رهبری بودم، باز در مورد چند مسئله صحبت کرد، درباره اظهارات آقای آذری قمی و حشمت الله تبرزدی علیه ولایت فقیه صحبت کرد. برای من خیلی جالبه که رهبر مملکت این همه مشکل هست، حالا بشینه در مورد فلان گروه دانشجویی گفته بالای چشم ولی فقیه ابروست، اون وقت فرد شماره 1 و 2 مملکت بشینن با همدیگه سلام مسرت بکنن با اینا چجوری برخورد بکنن. وقتی میبینید دغدغه اصلی ایشون آذری قمی بوده، براش مهم بوده که آذری قمی چی میگه. آذری قمی مهره درشتی بوده، یکی از مؤسسین جامعه مدرسین حوزه علمی قم بوده. 14 آبان 76، شب جلسه با جمعی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان و کمیسیون تحقیق خبرگان داشتیم. خب دو تا ارکان مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق همونه که رهبر آینده رو معرفی میکنه، کاملا هم محرمانه است. از سرنوشت انتخابات خبرگان و تضعیف رهبری نگرانم. چند نقطه؟ از عادی شدن مخالفت با رهبری من جمله آقایان آذری قمی، وحید خراسانی و میرزا علی فلسفی در حوزه ها اظهار نگرانی نمودند. اصلا شما اسم اینا رو شنیدید؟ میرزا علی فلسفی رو میشناسید؟ یکی از مراجع بزرگ حوزه مشهد، ملا، منتقد، اما نگذاشتن یک کلمش پخش بشه. ها کذا وحید خراسانی در حوزه قم وقتی میرسه به درس ولایت فقیه در مکاسب، درس حد میگه نمیتونم بحث کنم، نمیگذارن بحث کنم، میره بحث بعدی. خب عادی شدنه، ببینید خبرگان مملکتن، آدمای عادی نیستن، هیئت رئیسه خبرگان هستن، کمیسیون خب تحقیق هستن، مهمترین کمیسیون خبرگان. اینها از عادی شدن مخالفت با رهبری، وقت اسم کیا رو میبرن؟ اسم 3 نفر رو میبرن. منتظری هم هست که اون از همه اینا درشتره و مخالفتش نافذتر بوده.
جوری دارن تبلیغات میکنن که حالا فکر میکنن با یک ورق که پیدا کردن که اونم مشکوکه فتح الفتوح کردن. اینا رو چی میگی؟ 15 آبان 1176 من مطالب خودم رو نخوندم، گفتم مطالب من که منتشر شده، اما کمتر ممکنه شما بشینید با دقت ببینید هاشمی رفسنجانی فرد شماره دوی کشور در تمام تاریخ جمهوری اسلام تا وقتی که زنده بوده چی نوشته. 15 آبان 76 در خانه بودم، تمام روز به مطالعه گذشت. نامه طولانی آقای آذری قمی به رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی مورخ 5 آبان 1176 درباره صلاحیت عدم صلاحیت رهبری برای مرجعیت. نامه نزدیک 30 صفحه است. تاریخش 5 آبان 76 با 27 اردیبهشت 1176 که این نامه مشکوک اوسنامه شماست با هم مقایسه بکنید. این دوتا رو میتونه یک نفر نوشته باشه؟ این نامه حتمی است. متن کاملش من تو کتابم آوردم. هاشمی هم تایید کرده که نامه وجود دارد. وقت زیادی گرفت. حالا ادعای خودش خیلی کم محتوا و جسورانه است. جسورانه بودنش راست میگه، اما کم محتوا کم لطفی میفرمایند. بیشتر در انتقاد از رهبری و گاهی اهانت‌آمیز. خطابش ایشون به ناطق نوری رأی داد. اما برای خاتمی نامه نوشت، نامه تاریخی هم نوشت و بعد از اون قصه حصرش پیش آمد. گاهی گویا باعث خشم طلبه های قم شده که اعلان راهپیمایی علیه آذری برای روز جمعه کردن. به نظر میرسد تعادل خود را از دست داده است. اون که تعادل خودش را از دست داده زمامداران ما بودن که کشور را الان به این پرتگاه رسوندن. آذری قمی به موقع زنگ خطر را به صدا در آورد. آقای منتظری هم همینطور. 17 آبان 76 ببینید وقتی آقای صافی میاد یک انتقاد رقیقی میکنه و چون جزء مراجعی است که بالاخره در نظام سمتی داشته هنوز تحمل میشه، باید بدونید که پشت صحنه کیا بودن، چی گفتن و چه بر سرشون آمده. 17 آبان 76 جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. قبل از جلسه آقای یزدی رئیس قوه قضاییه که از دنیا رفت مسئله برخوردهای منفی و مضر آقای آذری قمی با رهبری و نامه‌های او به من، یعنی به هاشمی رفسنجانی، دو سه تا نامه داره، وزیر اطلاعات دوره نجف آبادی و بعدش و رئیس جمهور یعنی سید محمد خاتمی را مطرح کرد و خواستار اقدام مناسب شد. اقدام مناسب معلوم یعنی چی؟ خبر تظاهرات طلاب قم علیه او و درخواست اخراج او از جامعه مدرسین را داد. دیگران هم صحبت کردند. قرار شد آقایان یزدی، ریشهری، دوره نجف آبادی، مرتضی مقتدایی و علی لاریجانی بررسی کنند و در عصر مسئله جریان موجود تضعیف ولایت فقیه هم پس از مشاوره با رهبری فکری بکنیم. بله فکر باید بکنیم. بحران بسیار جدی‌تر از بحران مشروعیت. نه حوزه های علمیه شما را قبول دارن، نه روشن فکران شما را قبول دارن. اگرم بیاد روی باسکول رفراندوم بیستید میفهمید بیش از 3/4 مملکت با شما مخالف است. 18 آبان 76 شام مهمان رهبری بودم. دوباره درباره مسئله آقای آذری قمی و تحرکات ضد رهبری و ضد ولایت فقیه صحبت کردیم. بار چندومه؟ صفحه 515 خاطرات 76. 25 آبان 76 گزارش را داریم به روز واقعه نزدیک میشیم. گزارش سخنرانی آیت الله منتظری در روز جمعه را دیدم که با صراحت و تندی علیه آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده و از نداشتن صلاحیت مرجعیت و بلکه رهبری و دخالت در امور اجرایی و توسعه تشکیلات پرخرج و فشار روی مخالفان گفته است. رحمت الله علی المنتظری. ببینید آمده نکات اصلی اشکالات مملکت ایناست. به نظر میرسد با اظهارات آقای آذری قمی نوعی هماهنگی دارد. بله با هم هماهنگ بودن، با هم مشورت میکردن، باید هم مشورت میکردن، نوشتن تو کتاباشون. اما ایشون نوشته کسانی هستند که هر دو را به صحنه آوردن. شما را که به صحنه آورده؟ این جملات کسانی هستند که آنها را به صحنه آوردن. هر که با شما مخالفت بکنه دست اجنبی. خب آقای خامنه‌ای اومد توی اون صحبت تاریخیش که من تو کتاب عینش آوردم چه حرفا زد. حالا مملکت اسرائیل تو کجاش نفوذ کرده؟ چه میخواد بکنه که نمیتواند؟ روسیه کجای مملکت شماست؟ برای هر تصمیم شما در برجام پا میشید برید مسکو اجازه میگیرید.
نشریه سپاه رسما می‌نویسه دوران نه شرقی نه غربی گذشته. شما شدید نه غربی نه غربی. الان چین و روسیه دارن برای من و شما تصمیم میگیرن. همان تاریخ، یعنی باز 25 آبان 76 هاشمی شب مهمان رهبری بودم. درباره حرکت خطرناک آیت الله منتظری به دنبال تحرک آقای آذری قمی مذاکره کردیم و لازم دیدیم که نباید بگذارند دامنه فتنه وسعت بگیرد. بعد از سخنرانی 13 رجب منتظری به آذری است. آخر جلسه آقایان دوری نجف آبادی وزیر اطلاع و آقای علی اصغر میرحجازی همون مسئول اصلی دفتر رهبری آمدند. آقای دوری گزارش کامل داد و رهبری تأکید کردند که جریان باید خونسا شود. خب حالا میفهمیم که چجوری خونسا شد. 26 آبان 76 در شورای امنیت بحث شد. رهبری توقع دارند که شخصیت ها برای دفاع جدی منطقی و افشاگری نقاط ضعف صحبت های افرادی مثل آقایان منتظری و آذری قمی اقدام کنند و چند نقطه اقدام کنند. وقتی یعنی منویات ایشون است بلافاصله تبدیل می شود به حکم حکومتی و اجرا می شود. 27 آبان 76 آقای غلامرضا آقازاده اون زمان مسئول رئیس سازمان انرژی اتمی امسالم بود، حالا این از چیزهای خارجی می دونسته، آمده با اظهار نگرانی از وضعی که برای رهبری پیش آمده با مخالفت آقایان منتظری، آذری قمی و اظهارات آقایان وحید خراسانی و میرزا علی فلسفی و میرزا جواد تبریزی اظهار نگرانی کرد. آیا شما اظهارات اینا رو هرگز شنیدید؟ این کتاب حسنش اینه که این موارد مثل دم خروس از گوشش میاد بیرون. 28 آبان 76 دوری نجف آبادی و آقای فلاح از وزارت اطلاعات خبر دادند که امروز اجتماع عظیمی از مردم و طلاب در مسجد اعظم و صحنها و اطراف به دعوت جامعه مدرسین و مدیریت حوزه برای حمایت از رهبری و سرکوب حرکت آقایان منتظری و آذری قمی تشکیل شده است. بعد از سخنرانی آقای عبدالله جوادی آملی مردم به دفتر آیت الله منتظری حمله کرده و حسینیه و دفتر را تصرف نمودند و شعارهای تند و مهمی هم میدهند. سپس همین کار را با دفتر آقای آذری قمی کردند. آقای منتظری حاضر نشد از خانه خود بیرون برود و نگران حوادث بعدی اند. از دکتر حسن روحانی آمد و گفت در دبیرخانه شورای امنیت ملی در حد اجتماع و تظاهرات مردمی مورد تأیید بود، همون چیز خودجوش را منظورشون ها، ولی با تصرف دفتر و تعرض به مراکز آنها و دخالت سپاه موافقت نشده بود. ببخشید آتش به اختیار بودن دیگه، شما تحمل بفرمایید. گویا از سپاه اصفهان و تهران برای اقدامات رفتند و دفتر رهبری میگوید با آنها ربطی ندارد. آقای موسوی اردبیلی تلفنی پیغام دادند که جلو این بی‌نظمی ها گرفته شود. آقای منتظری در ملاقاتی که با ایشان شد نپذیرفتند که دست از مخالفت با رهبری بردارند و گفتند به وظیفه شرعی عمل می‌کنند. صفحه 529-530. 1 آذر 76 بعد از جلسه مجمع تشخیص آقای یزدی رئیس قوه قضاییه از وضعیت اکثریت جامعه مدرسین نسبت به آیت الله منتظری در رابطه با مسئله رهبری گله دارند. وقتی آذری قمی می‌نویسه آقا اکثریت جامعه مدرسین مخالفند با مرجعیت آقای خامنه‌ای، میگه نه خیر اینجور نیست. یزدی رفته در گوش هاشمی رفسنجانی میگه اکثریت جامعه مدرسین با ما نیستن، جامعه مدرسین راست اکثریتش با ما نیستن. 1 آذر 76 با آقای واعظ توسی هم تولیت آستان قدس مشهور از دنیا رفت درباره مشکلاتی که از ناحیه اقدامات اخیر آقایان منتظری و آذری ممکن است پیش بیاید و ضررهای شکست شدن ابهت رهبری مذاکره کردیم. آصفی سفیر ایران در فرانسه، اینایی که خارج از کشورن بیشتر حالیشون بوده، این برخوردها که با آیت الله منتظری می شود نفعی ندارد و اکثریت مردم تحت تأثیر تبلیغات حکومت قرار نمیگیرند و حتی نامه امام خمینی هم تأثیر جدی علیه آقای منتظری نخواهد داشت، به خصوص رفتار صدا و سیما. صفحه 537. ببین اینا اومدن گفتن به شما. 2 آذر 76 شب مهمان رهبری بودم. ببینید حالا در مورد چیا صحبت می‌کنیم. بسیار مهمه، لطف کنید دوستانی که تشریف دارن این رو با دقت گوش بکنن. صفحه 539 و 540 خاطرات 76 هاشمی رفسنجانی شب مهمان رهبری بودم.
سرماخوردگی دارند. درباره راه‌های خونسا کردن سمپاشی‌های اخیر و سخنرانی ایشان در چهارشنبه، هم سخنرانی که به آقای منتظری و آذری میگه مزدور، نمیدونم چه با حرفای بسیار رکیک و زشت، و خطبه نماز جمعه آینده خودش که اونم خطبه بسیار بدی بود، مذاکره شد. از حمایت‌های مردمی مقام رهبری خیلی راضی‌اند و فکر می‌کنند که خودجوش است. اینجا بنده علامت تعجب گذاشتم، فکر می‌کنند که خودجوش است. خودشون سپاه اصفهان و تهران و بسیج اینا رو تنظیم کردند. خودجوش است. حالا از این مهمتر، خبر دادند که در دفتر آقای آذری قمی متن اعلامیه دست نویس با امضای او پیدا شده که صریحاً رهبری به عنوان جنایتکار و رهبری به عنوان جنایتکار و ظالم حمله کرده و با روایت من مشاء الله سلطان جائر شروع کرده است. اوراق زاله، پاسداران، نیروهای امنیتی ریختن تو خونه آذری قمی، حکم قضایی از کجا آوردن؟ چرس بکنن. بعد چی پیدا کردن؟ پیدا کردن که یکی از علمای شیعه امامیه خواسته است به دستور پیغمبر و امامش عمل بکند و امام جائر را، یعنی فرمان روای ستمکار را، نصیحت کنه که دست از ظلمش برداره. میگن برگه جرم پیدا کردیم. اینا اگه هاشمی رفسنجانی ننوشته بود، من تو کتابم نوشتم، حالا بنده منتقد، رفسنجانی که از خودتونه. صفحه 539 و 540 خاطرات 76 رفسنجانی، 13 خرداد 77. حالا این اولین بار آذری در حصر است. خانوادش گفته پسر، دختر، عروس، داماد آمدند گفتند که آذری سرطان خون دارد. ببینید اون چه که در مورد شریعت مداری هم اتفاق افتاد. به همین آقای ری شهری تصریح کرده که من 4 سال قبل ما میدونستیم ایشون سرطان گرفته و به اون اجازه مراجعه به بیمارستان ندادن تا سال 65 از دنیا رفت. حالا در مورد آذری، بچه‌هاش اومدن گفتن آقا ایشون پدر ما سرطان خون داره. هاشمی نفسه ثابت نشده است. مگه تو دکتری؟ و کسالت بیشتر معلول افسردگی های روحی به خاطر محدودیت در خانه است. خب بسیار خوب، رهاش کن. تقاضا نمودند که رفع محدودیت و در صورت لزوم اجازه سفر به خارج برای معالجه داده شود. گفت بنا ندارد که دیگر، ایشون ادعا میکند که بنا ندارد دیگر اظهار مخالفت کند. بعد از اونم تا لحظه آخر زندگیش، تا روزی که میخواسته از دنیا رفته، میخواسته در مورد قطعهای زنجیری افشاگری کنه. سنداشم بوردم توی کتاب، بیرید مراجعه کنید. 15 خرداد 77، دیروز آقای خاتمی رئیس جمهور از قول آقای مهدی امام جمارانی که از سوی ایشان به عیادت آقای آذری قمی رفته بود نقل کردند که آقای آذری قمی گفته من دیگر به فکر زندگی نیستم و به مرگ می اندیشم. خواستش این بوده که اجازه دهند قبرش در قبرستان شیخان باشد. مسعودی خمینی، همین آقای مسعودی خمینی که رفته زیر گوش اون مرجع بزرگوار زمزمه کرده، گفته تولیت حضرت معصومه با دفن ایشان در حرم موافقت نمی کند. کی؟ 15 خرداد 77، هاشمی رفسنجانی. 18 خرداد 77، فرزند آقای آذری آمد و گفت بیمارستان نظر داده که پدرش سرطان دارد. همون چیزی که قبلا انکار شده بود و بهتر است به خارج برود. به وزارت اطلاعات گفتم پیگیری کنند. بعد اولین مطلبی که، تنها مطلبی که بعد از اون اومده، دو تا مطلب دیگه قسمت تموم میشه. 22 بهمن 1377، امروز آقای احمد آذری قمی به دنبال کسالت طولانی سرطان و سکته مغزی فوت کرد. هیچ ننوشته در مورد حسرش. وقت تو پاورقی کتابش ویراستارش نوشته در حسر خانگی بود. این همون جاست که وقتی من نقل کردم، ناقلشم گفتم احمد منتظری مستقیم از من برای محمد مؤمن قمی نقل کرد که وقتی آذری قمی داشته در بیمارستان دست و پنجه نرم می‌کرده با بیماری، آقای مؤمن میره پیش آقای خامنه‌ای، گزارش میده، میگه به درک. بعد نوشتن مؤمن تکذیب کرده. بالاخره یا احمد منتظری و من دروغ میگم یا مؤمن داره دروغ میگه. خدای ما شاهد است که چه کسی دروغ میگوید.
حالا آخرین نقل قول، 9 بهمن 1377 در محافل خصوصی حمله چند طلبه به آقای یوسف صانعی رحمت الله علیه و اتهامات تظلمگونه آقای صانعی در مراسم ترحیم آقای احمد آذری قمی مورد توجه است. من تا کنون نمیدونستم که تو اون مجلس هم، یعنی مجلس ترحیم آقای آذری قمی، آقای یوسف صانعی شرکت کرده و به ایشان متعرض شدند. بسیاری از چیزا هنوز از چشم ما پنهان است. تاریخ خیلی چیزای بیشتری برای گفتن دارد. آخرین عرایزم، ری شهری بعد از نقل مطلب از آقای شوبری نوشته، البته پس از این همه این سخنها و اوصاحی ها در سال 76 ضمن قبول صلاحیت اجتهاد آیت الله خامنه ای، آذری گفته است به نظر من لازم است مرجع تقلید اعلم باشد و باز به نظر من فرد دیگری اعلم است. خب ایشون رسما گفته که آقای بهجت، آقای شوبری، خودش، و بعد گفته اعلم از همه اینها آقای منتظری، منتها در مراتب مختلف. و باز بعد نتیجه این که او با نظر شخصی خود در این دوره به نقد نظریه پیشین خودش پرداخته است. خلاصان که رفتارها و سخنان متفاوت و متعارض از جانب ایشان نظر اولیه ایشان را در تایید اجتهاد آیت الله خامنه ای مخدوش نمی سازد. کیومه بسته. ری شهری سواد فقهی نداره. آقا مجتهد است، مثل بقیه مجتهدای تو جمهوری اسلامی، مثل مجتهد بودن رئیسی، مثل مجتهد بودن محسنی اجعی، مثل مجتهد بودن بقیهشون. میبینید که متن فارسی هم نمیتونن بخونن، توتی و بوتیر هم با هم میکنن، نمیفهمن محقق اردبیل و مقدس اردبیلی یکی است یا دوتا است. ما مجتهدامون الان اینا هستن. آقا هم چون وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، همچون چیز رو بهش دادن. خب حالا اومده اینجا چی نوشته؟ درست برخلاف حرف‌های آذری قمی نتیجه گیری کرد. کجا مشت آذری قمی اجتهاد آقای خامنه‌ای رو تایید کرد؟ آخرین حرفش بوده که ایشون مجتهد متجزی است. اینو گفته و مرده. بیش از اینم نپذیرفته. میگه ما رهبریشو با مصلحت پذیرفتیم. دعوامون سر مرجعیتشه که من مرجعیتو با مصلحت نمیتونم بپذیرم. اشکالش به جامعه مدرسین اینه که میگه شما همون مصلحت اندیشی که در رهبری فرد غیر مجتهد کردید، میخواد در مرجعیت فرد غیر مجتهد هم بکنید. من نیستم. خلاصه حرف آذری قمی است. وقت آقا اومده نوشته که حرفاش همدیگر رو تایید نمی کند. خیر، حرفای آذری قمی متأخر همگی همدیگر رو تایید میکنند. متقدمش بله، منم منتقدم، خودشم منتقده، بیش از همه خودشم منتقد است. اما آذری متأخر منسجم است، به تدریج آمده مراحل امر به معروف و نهی از منکر رو پیش رفته و گفته. حالا آخرین سوالم اینه، این تلاش مذبوحانه نظام برای نمایش عذرخواهی خلاف واقع آذری به چه دلیل است؟ چرا اینا رو داره اینقدر توی بوق میکنه؟ حالا معلوم شد این دوستانی که برای من تو کامنتاشون نوشتن آذری چه اهمیتی داره تو اینقدر داری براش حرف میزنی. آذری آدم مهمی بوده، آدم مظلومی بوده، مهم و مظلوم. و بعدم در مسئله سال 76 این سخنانی که سخنان اعتراضی که استاد من آقای منتظری فرمودن و آقای آذری قمی، و منبع آقای منتظری هم آذری قمی بود، ایشون خبر داده بود که آقای خامنه‌ای خیز برداشته برای مرجعیت اعلی، یعنی چیز در حد آقای بروجردی، ایشون خیلی ماشاءالله هوسش بلنده، زیاد است، میخواد در مرجع واحد باشد. سخن اونها باعث شد نقشه خامنه‌ای برباد برود. اهمیت دارد. این که میبینید یه ورق پیدا میکنن مشکوک که تاریخش هم میبینید چقدر مشکل دارد و ما نمیدونیم بالاخره صادر شده نشده، اگرم شده با این همه منابع دیگه میخوان چه بکنن، برای این است که دارن تاریخ رو تحریف میکنن. با این که من کار مهمتری دارم، اما بخش قابل توجهی از وقتم رو گذاشتم روی بازسازی تاریخ معاصر ایران که جلو تحریفش رو گرفته بشه. خیلی از اینا رو اگه ما کوشش نکنیم، گردآوری کنیم و منتشر بکنیم، اینها از یادها میبرن، این نسل از دنیا بره با خودش اینها رو دفن میکنه. میرزا علی فلسفی رو کی میشناسه؟ سید حسن طباطبایی قمی رو کی میدونه چه زحمتی کشید؟ شیخ بهاءالدین محلاتی شیراز رو و بقیه آقایان رو. وقت ما فکر میکنیم که همه علما اونجا نشستن دارن
گروهات مصرف میکنند و تایید میکنند جمهوری اسلامی، همچنان خبری نیست. اکثریتشون مخالفند، بسیارشون هم ساکتند. خب بله، ما انتظار داریم کاری مثل آقای منتظری بکنن، خب اونا نمیکنن، ما جای اونا نیستیم، باید خودشون رو در همون حد در نظر بگیریم. بالاخره آذری قمی مجاهد فی سبیل الله بود، صادق بود، بخش اول زندگیش هم اشتباه فراوان کرده بود، اما خدا بهش توفیق رو داد، توبه کرد و از مردم ایران هم عذرخواهی کرد. میخوادم من امروز چون تو کتابم مقالم اینا رو نوشته بودم رو نخوندم، امروز نخوندم، ولی اونجا صریحا یکی از مطالبش اینه، عذرخواهی از جوانان ایران، عذرخواهی از ملت ایران، و موارد نوشته که واقعا فکرش فکر بسیار، یعنی باز بوده. این 3-4 سال آخری همه چیز رو متوجه شده و برای همین نگذاشتنش بماند، رحمت الله علیه. این اون چیزی بود که به وظیفه دینی من اقتضا میکرد. الانم در خدمت شما هستم برای پاسخ گفتن به سوالای احتمالیتون. خب من ببینم، زمانی که صحبت میکردم که صحبت چیز شما رو نمیدیدم، سوالای شما رو نمیدیدم، حالا اون دوستی که با من همکاری میکنه اگه محبت بکنه و سوالا رو اینجا برای من دسته‌بندی کنه و بذاره، من خدمت شما پاسخ خواهم بود. خب یک سوالی فرستادن، چرا آقای آذری قمی با آقای خامنه‌ای رأی داد در حالی که خوب میدانست که آقای خامنه‌ای مجتهد نیست و خود آقای خامنه‌ای هم قبول داشت، ولی چرا رأی داد؟ در چه زمانی رأی داد؟ در سال 68 رأی داد، برای که اون آذری متقدمه. آذری متقدم اون زمان نوشتم که کاملا شیفته ولایت مطلقه فقیه هست، از آقای مسواه یزدی و نمیدونم محمد مؤمن قمی و محمد یزدی و دیگران هم پیشتازتره و سواد فقهی بیشتری داره، تئوریزه میکنه مسائل رو. بعدم البته فهمید که این راه ترکستان بوده و اشتباه کرده. بله در سال 68 ببینید ایشون ابتدا به رهبری آقای گلپایگانی رأی داد و معاونت اجرایی آقای خامنه‌ای، این مسئله اصلیش بود. تا آخر هم میگفت نظارت مرجعیت اعلم باید باشد، ولایت با مرجع اعلم است. در انتها گفت مرجع اعلم هم آقای منتظری است، ولی قابلیت اجرایی آقای خامنه‌ای رو انکار نمی‌کرد به عنوان معاون اجرایی، یعنی مثلا رئیس جمهور یا معاون اجرایی ولی فقیه. این چیزی بود که اونجا ایشون ذکر میکرد. اما اینکه بعد هم هر وقت هم بر میگرده میگه که من از روی مصلحت نظام رأی دادم. یه نکته هم جالبه که حالا من نوشتم، مقاله جداگانه نوشتم، توی بحث هم اشاره نکردم، تا کنون مشروع مذاکرات مجلس خبرگان رهبری سال 68 در دو اجلاسی 15 خرداد و مرداد 1368 تا کنون منتشر نشد. یه گلچینیش اخیراً دفتر رهبری گلچین یعنی چیزی که خودشون صلاح میدونن که اونجا حاضری تو بسیار از اعلامیاش میگه من حرفا رو زدم و گفتم. اتفاقاً تو اون چند دقیقه‌ای که ویدئوی اون درس کرده، که بعد از اون درس ویدئو اینا مجبور شدن روایت کتاب روایت رهبری رو در توسط دفتر رهبری منتشر بکنن، اونجا آقای خامنه‌ای همونجا که میگه ملت باید خون گریه بکند که کسی مانند من رهبران بشود و بعد میگه من صلاحیت شرعی و قانونی این مقام رو ندارم و اولین کسی که مخالفت میکنه شما هستید آقای آذری قمی، اونجا خیلی حرفا رد و بدل شده، صلاحشون نیست منتشر بکنن. همه مشروع مذاکرات خبرگان قبل و بعد از این جلسه منتشر شده الا این دو جلسه. اونجا حرف آذری حرفایی رو زده. حالا وقتی بتونیم دسترسی پیدا بکنیم میشه گفت که دقیقاً چی گفت. این سال اول و پاسخ من. آیا آذری در سال 64 هم با خمینی آقای خمینی مخالفت کرد؟ بله. آذری قمی قبل از سال 66 یک منتقد بود، منتقد سنتی بود. و این تقسیم احکام به مولوی و ارشادی، ببینید در زمانی که مملکت یک دست، مثلا دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی بود،
کلانم حسر است و خدا انشالله ایشون و همسرشون و آیکر روبی رو از ظلم ظلمه نجات بده. اونجا رفت تو مجلس مخالفت کرد، گفتن امام دستور داده. گفته که گفت دستور امام که دستور ارشادی کرده هست، دستور مولوی که نیست که، ما آزادی داریم که مخالفت بکنیم. بیش از همه جناح چپ اون زمان با آذری مخالفت کرد، اما به نظر میرسه رو مبنا بود. یعنی اگر بخوام مواضع آذری رو تو کتاب همین فراز و فرود آوردم، ایشون اوائل منتقده، حتی یک بار این هاشمی رفسنجانی اگه تو کتابش نیاورده بود باور نمی کردم. آقای خمینی توسط محسن قرائتی به آذری قومی پیغام میده که حواست جمع بکن، اگه بخوای ادامه میدی بر تو همان خواهد رفت که بر کاظم شریعت مداری رفت. اینقدر اون زمان توند. بعد این وسط یه فاصله است حدود 66 تا حدود 73. این دوران حزیز است، دوران فرود آذری است. طرفدار ولایت فقیه هست و همه چی رو توجیه میکنه و وجوهات فقط باید دست رهبر داده بشه و هم ساله ها. بعد دوباره از 74 بیدار میشه تا آخر عمرش. این شکلیست که اونجا من نوشتم که من نمیتونم بفهمم، میتونم یه حدس بزنم اما ای کاش صحت نداشته باشه. اون وسط چیز جالبی نیست، اما قبلش و بعدش آذری آدم پیشرفته است. بالاخره هر کسی فراز و فرود دارد. پرسیدن که در مواقع حسر ایشان چرا جامعه روحانیت با این مشکلات مبارزه نکرد؟ کدوم جامعه روحانیت؟ منظورتون جامعه روحانیت مبارز است که اینا خودشون مصدر کار بودن، خودشون زندانبان بودن. شما برید مطالبی که خانواده آذری قومی نوشتن منتشر کردن و من بخش دوی همین کتاب آوردم بخونید، ببینید چه بر سرشون آوردن، چه بر سر مادرشون. این همسر آقای آذری بیمار بوده، سالمند بوده، خودش بیمار بوده، سالمند بوده و بعد اینها رو چقدر زجر میدادن که میخواستن برن با پدر و مادر بیمارشون ملاقات کنن، در رو جوش دادن. اونجا نشستن چهار تا پاسدار که و اذیت میکردند چیز رو، این افراد خانواده رو. بعد اینا یک رک رفتن سراغ علما. خب آقای منتظره که تو حسره، تنها مدافعش. بقیه شونم قصه آقای مؤمن رو گفتم، به درکش که حالا آقای اون صداشون در اومده که دارن تکذیب میکنند و موارد دیگه. آقای مثلا آقای شوبری انتظار میرفت، خب حتما تیغش نمیبریده، چه میدونم. بر صورت اصلا چیز جالبی نیست. یعنی اینکه گفته میشه چرا علما بیش از این اعتراض نمی کنن، شما باید جزئیات رو بدونید که چه فشاری دارن بهشون میارن و با این همه همراهی نمی کنند. برخلاف تلقی عمومی یک کلمه بگن به خاطر نفوذ اجتماعی فراوانی که دارن مؤثره. منم انتظار دارم، ببینید منم امثال آقای منتظری رو میپسندم، امثال آقای آذری متأخر رو میپسندم، ولی همه اینجوری نیستن. بالاخره آقای شوبری مشکش یک مشک خیلی معتدل است، همراهی نمیکنه، اما همینه که هست. آقای وحید مخالف است، ملاحظه میفهمه. آقای صافی در همین حد است که میبینی. بالاخره واقعیت ما این است. آقای سیستانی اونجا هستن، در همین حد است که میبینی. اینا به هر حال همه رو یک چوب نمیشه رو. سوال دیگه. میگن تکلیف مردم ایران در این بره از زمان چیست؟ تکلیف همونه که همین بزرگان فرمودن. یعنی بدونید الان اکثر مردم همه انتخابات نشون میده این قیام های کور نشون میده که مردم مخالفن. همه تشکل‌های حزبی رو که باعث میشد که اینا رو توی یک مجرای صحیحی ببرن اینا سرکوب کردن. الان ما حزب قانونی منتقد نداریم، همه غیر قانونی هم. از حزب مشارکت بگیر تا نمیدونم حزب تا نهضت آزادی بگیر تا مجاهدین انقلاب بگیر تا بقیهشون،
اینا اینم که فقط باشون همکاری میکنن، مثل مثلا کارگزاران سازندگی و مشت از احزاب دیگه که تو انتخاباتشون میان فقط هیزم انتخابات هستن آزاد گذاشته، برای در همین حد. خب مردم چیکار بکنن؟ ببین یه عده ای میگه که من دیگه نه به اصولگرا و نه به اصلاح طلب کاری دارم، وقتی مشکل اقتصادیش حاد میشه میزنه تو خیابون. این شورشی که اینا دارن میکنن اونم میاد سرکوب میکنه، اما کوره، نه رهبری دارد، دیگه چیزی برای باختنم ندارد. وقتی یک سوم زیر خط مطلق فقرن، فقر مطلق هستن و بیش از نیمی از جامعه نزدیک دو سومش فقیرند، فقیرم کسیست که نمیتونه زندگیشو بچرخونه، زندگی زن و بچهشو نمیتونه در ما فراهم بکنه، وقت اینا چیان؟ وقت زعمای مملکت ما فکره که 6 تا ارتش ما داریم توی خارج از ایران، ماشاءالله 6 تا ارتش رفته. خب اینا رو که پولش از کجا میاری؟ اینکه تمثال مبارک رهبری رو برند میکنن توی نمیدونم لبنان و توی سوریه و عراق و یمن و فلسطین این بروبر، فکر میکنی مجانیه؟ پولی که باید توی ایران صرف بشه میره یه جای دیگری صرف میشه؟ به جای این که بیام فکر همین روزمرگی مردم خودمون بکنیم، داریم روی برنامه هسته‌ای میایم سرمایه گذاری میکنیم که معلوم نیست به کجا میرود و چقدر برای ما ارزش دارد، چقدر منافع ملی ماست. حالا چه کار باید بکنیم؟ بچه‌ها توی NGO متشکل بشیم، توی اصناف، توی سازمانه صنفی، تو انجمنه دانشجویی، انجمنه صنفی متشکل بشیم و در حد امکان به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض کنیم. اگر نکنیم ادامه پیدا میکنه. ببینید رژیم ایران فکر میکند که چون ضد آمریکایی، ضد اسرائیل، هر غلطی که ده بکند مجاز است. تو هر کارش هم بکنه میگه که چه کار کردی؟ میگه ما ضد آمریکایی هستم. خب با قذافی هم ضد آمریکا بود، صدام هم ضد اسرائیل بود، بیشتر از شما بود، بشار از اون یکی حافظ استم بود. ما باید بیام اینجا ببینیم منافع ملیمون چی اقتضا میکنه. مجلس ایران مجلس نیست، مجلس خبرگان مجلس نیست، اینا مجلس تشریفاتی شدن. هیچ تصمیم اصلی کشور امروز در مجلس شورای اسلامی گرفته نمی شود. هیچ تصمیمی. همه تصمیم شخص رهبری و دفترش دارن میگیرن. هیئت دولت هم بسیار ناتوان، بسیار ناتوان. شاید بگیم که ناتوان ترین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب اومده بر سر کار. روی رهبری آوردتش تو کار، نوکر میخواد، چیز دیگه نمیخواد. من گفتم معاون اجرایی میخواد، دوستان فکر میکردن تون دارم میرم، الان صلاحیت معاون اجرایی هم ندارد رئیس جمهوری که هیچ. یک نفر میخواد مملکت رو اداره بکنه، آقای خامنه‌ای بفرمایید. بسم الله، ترمز و بریدی با سرعت داره قطار میره به دره. هم دارن دیگه. ببینید وقتی به آقای صافی سنتی میرسه میگه آقا برید با همه دنیا ارتباط برقرار بکنید، چون عامل این مشکلات اقتصادی این عدم ارتباط هست. ایشون قشنگ فهمیده، رهبری خواستش نیست، قبول ندارد. میگه اقتصاد مقاومتی. آقا با اقتصاد مقاومتی چی کار میخوای بکنی؟ علم اقتصاد لازمه. هیچ کدوم از این یک وزرایی که آوردی اینا واقعا صلاحیت علمی و تجربه اجرایی ندارن، جهت هم اشتباه دارن میرن. هر خبری که از ایران الان میرسه سالهاست واقعا خبر نامطلوبیست. که چه باید بکنیم؟ بنده بیش از این، یعنی مبارزه منفی، مبارزه مدنی، مردم حال انقلاب ندارن اما مخالفند. بنابراین راهش همینه که عرض کردم. بله، چرا با این هم علاقه اشتیاقی که از آقای خامنه‌ای برای مرجعیت قید می‌فرمایید، چرا ایشان تا به امروز حتی اقدام به انتشار توزیع المسائل نیز نکردند؟ چه عرض کنم؟ یکی ایشون میدونه. ببینید حالا یه چه ساده تری، ایشون هنوز یک ساعت از درس خارج فقهش هم فایل صوتیش رو منتشر نکرد. هر کدوم از مراجع برید فایل صوتی درس‌هاشون راحت روی وبسایت‌هاشون هست و میشه گوش کرد. آقای شوبری فایل صوتی درساشون هست، پیاده شده صوتیش هم هست. آقایون دیگه هم همینطور. مال آقای خامنه‌ای چیه؟ فقط اون حدیث اخلاقی که اول درس می‌فرمان، هیچ ربطی درس خارج نداره. علتش چیه؟ بله، اگر ایشون بگذاره اون وقت خب نقدا شروع میشه که شما چقدر توانای فقهی داری. بعدم رساله نوشتن که کار ساده‌ای نیست که شما برداری همین رو
بیای مثلا رساله آقای خمینی رو به نام خودت بذاره. مرحوم آقای خلخالی برداشته بود وقتی میخواست رساله منتشر بکنه، این رساله آقای خمینی رو اسم خودش گذاشته بود و توش متنش بود آنچنان که در تحریر الوسیله گفتیم. خب آقای تحریر الوسیله مال شما نیست، مال آقای خمینی، یادش رفت و دیر از توش در بیاره. الان بسیار از فتاوای این ایشون هم شبیه همون آنچنان که در تحریر الوسیله گفتیم است، به این دلیل که فتوا ندارد. خب وقت نداره. ببینید، برای یک من کار کردم میدونم، برای یک مسئله فقهی شما باید هفته ها زحمت بکشی تا نتیجهش رو بتونی تو یک سطر بنویسی. گردوندن مملکت یک کار فوق تمام وقته، اونم که میخوای شخصا تا قصه پیام دانشجو هم بیاد دخالت بکنی. با کدوم وقت؟ آذری قومی هم گفته که آقا توی خود رهبری به من گفتن وقت ندارم. واقعا هم درست میگن. حالا چجوری میخوان؟ هم چرا آقای خمینی درس نمیداد بعد از رهبریش؟ همه وقتش داشت گزارش میخوند، وقت نمیکرد. یا باید استاد تمام وقت حوزه باشید یا رهبر تمام وقت باشید. اگه بخواد هر دوتاشو داشته باشید، هر دوتاشو خراب میکنه، کما اینکه فرمودید خراب کرد. بله، آیا سکوت و رفتار مرجعیت در طول تاریخ مانند امروز نبوده؟ آیا به گزارش های تاریخی درباره دفاع مرجعیت از مردم گزارش های درستی است؟ گزارش های تاریخی درباره دفاع مرجعیت از مردم بخشش درسته. ببینید، ما الان یک انتظار بیش از حدی داره از مرجعیت ایجاد میشه و بعدم به سرخوردگی میانجام. من از اون برمیبرم. ببینید، ما چقدر از اساتید دانشگاه انتظار داریم؟ چند تا حقوقدان، چند تا اقتصاددان، چند تا جامعه شناس الان آمدن در همین حدی که آقای آذری گفته، در نصفش، یک چهارمش اعتراض کردن. چندان جامعه انتظار نداره از اساتید. موافق نیستن، اما مخالفت هم نمی کنن. مخالفت علنی نمی کنن. مثلا وقتی من برمیگردم، حتی توی دهه اول، امثال مرحوم مصطفی رحیمی خیلی نادرن. استاد دانشگاه هم نبوده، اما نویسنده بوده، متفکر بوده، مترجم بوده. از همون روز اول هم گفت به جمهوری اسلامی رأی نمیدم. یه مقاله بلندی من نوشتم و گفتم چقدر خوب فهمیده بود از ابتدا. ولی چند نفر مثل ایشون داریم؟ داشتیم از دنیا رفته. چند نفر مثل ایشون داشتیم؟ یا داریم؟ کمن. توی مراجع هم تو در طول تاریخ ببینید، مرجعیت شیعه برخلاف اهل سنت به خاطر همین استقلال اقتصادی که از حکومت ها داشتن و وابستگی که به مردم داشتن، مردمی هند. ببینید، انقلاب مشروطه تو ایران اتفاق میافته، چرا جای دیگری اتفاق نمیافته؟ و مهمترین، بسیاری از رهبران نهضت مشروطه، اگه آخوند خراسانی نبود، اگه ملا عبدالله مازندرانی نبود، اگر مرحوم تهرانی نبود، سه تا مرجع اصلی ناینی درجه بعدی بود، خب ما همون مشروطه نیمبند هم نداشتیم. بعد چی شد؟ بعد یک جریان سکولار آمد. خب یک جریان سکولار مدرنیته برونزا، نه درونزا، آمد. دوره رضاخان آمد، تمرکز تو مملکت ایجاد شد، مدرنیته اجمالی هم ایجاد شد، اما خیلی چیزا از دست رفت، حداقل آزادی رفت. حالا هیچ چیز دیگه نیاز نداشته باشیم، توجه نداشته باشیم. بعد آمدیم چی؟ حالا یه مصاحبه بلندی من کردم در چند قسمت، به زودی میذارم، چون خیلی بحث ساده کردم که همه متوجه قضیه بشن. میخوام بگم در بین مراجع افراد مردمی نسبت به صنف‌های دیگه بیشتر بودن. رو با عدد و رقم میگم، با تحلیل میگم. در همه مقطعی که من تحقیق کردم، شاخص‌های منتقدی که بین مراجع بودن در بین صنف‌های دیگه به این حد نیستن. نمیگم اصلا نیستن، بین اینها بیشترن و وظیفه خودش رو انجام دادن. برخی خیلی خوب انجام دادن، برخی متوسط، برخی هم ضعیف. همه هم مثل هم نیستن. اگه فکر میکنید ببینید ما شما نشستیم تو خونمون که ایشون بیاد مثلا مراجع بخوان قیام بکنن، نه شما هم چه حالی دارید، نه اونا هم چه حالی دارن. همه هم آقای منتظری نیستن. بر اون نحوهی که حکومت چه دوره آقای خمینی با آقای شریعت مداری برخورد کرد، خب بقیه هم حساب کار خودشون میکنن.
نحوه برخوردی که مثلا با آقای قمی شد، نحوه برخوردی که با حالا آقای محلاتی همون ماه آخرش بودیم برخورد صورت گرفت و دیگه از دنیا رفت، برخوردی که با آقای منتظری شد، برخوردی که با آقای صانعی شد، خب ببینید دیگه چیکار میخوان بکنن. هر کس اومده داره تو کلمه متفاوت زده، میگه تو مرجع نیستی. اصلا این بدعت تو تاریخش یه سابقه نداره. میگه مرجعیت درجه است که تو شما بدین و ازشون پس بگیرید. اینا بدعت های جمهوری اسلامی ده. حکومتی کردن حوزه، خب حوزه داره مقاومت میکنه در حدی که میخواد. مرجع حکومتی داریم، روحانیون حکومتی هم داریم، اما اینا واقعا چیز حدود 10% حوزه بیشتر نیستن. 90% سنتی هم، خوب یا بد مثل بقیه مردم، رأیشون هم مثل بقیه مردم، دغدغه‌شون هم مثل بقیه مردم، چیز متفاوتی نیستن. انتظار زیاد داریم، باید بریم خودمون کار انجام بدیم. لذا من از کسی انتظار ندارم، حرف میخوام بزنم خودم میام حرفمو میزنم، شما هم همینطور. ضمناً یادتون باشد که شما اگه بخواید اونا پیش میان، وقتی شما نمیخواید خب اونا پیش نمیان. حمایتی که شما میکنید باعث میشه که چهار تا آدم شاخص، هم از فقیه، هم از استاد دانشگاه، هم از حقوقدان یا غیر اون، بالا بیاد و بتونه قدرتی پیدا بکند و مبارزه بکند. بله، گزارش ها، بالاخره گزارش هایی که حداقل من میدم میتونم بگم که گزارش هاش مستنده و در حدی که تحقیق کردم. گزارش مستند دیگه هم هست، میتونید اونها رو مطالعه بکنید. بله، حالا که سوالی که اینجا نوشته که جناب صافی گلپایگانی شانس رهبریشون هیچ وقت تو اصلا تو این موزه نبوده. آقای صافی یه فقیه سنتی است، هیچ وقت هم هوس رهبری نداشت، نه خود ایشون نه پدر خانومش آقای گلپایگانی. رفتن سراغش، همین آقای آذر قمی شب 13 خرداد بعد از خبرگان رفتن خدمت آقای گلپایگانی، گفت من مخالفت نمی کنم، پستم نمی پذیرم. آقای مرحوم آقای گلپایگانی آدم ها فرق میکنن، اتفاقا کار درستی هم کرد. اصلا زمامداری کار فقیه نیست، به همین شکل که الان مرجعیت با رهبری سازگار نیست. اگه شما بخواد هر دو تاش رو با هم داشته باشید امکان نداره. اداره کشور هم نیاز به نمایندگی از مردم، نیاز به ورود در یه صحنه هایی دارد، تصمیم هایی دارد که شما حداقل یه چیزایی رو اطلاعات عمومی داشته باشید. هیچ کدومشون ندارن، رضا هیچ کدومشون توانایی اداره کشور ندارن. آقای صافی هم به همین ترتیب نوشتند شما نسبت به همسنفتان با چی پاسداری یا حالا هرچی دارید و چون در دل این جماعت، در دل این جماعت هستید، احساس میکنید جماعت اینها بیشتر از واقع این طور نیست. اشکال نداره، شما من منتشر بکنید، من آمدم منتشر کردم، هم در مورد ببینید مثلا کار سید سیرجانی رو اومدم تحقیق کردم منتشر کردم، کار فروهرها رو اومدم منتشر کردم، کار مصطفی رحیمی رو، هیچ کدوم روحانی هم نبودن. در بین حال اون قسمت هایی هم که اطلاع داشتم از مراجع، اونها یا کار ملا احمد مفتیزاده رو اومدم منتشر کردم، یا بقیه برخی از اهل سنت رو که هنوز منتشر نکردم و تحقیقش رو انجام دادم در حدی که من میتونستم. حالا شما بردارید بهتر بزنید، اگر تو بهتر میزنید بستان بزن، شما بیارید با تحقیق نشون بدید. اصلا بحث من نیست که کی بیشتر کرده کی کمتر کرده، من هم میگم هر که بامش بیش برفش بیشتر، چون مراجع نفوذ اجتماعی بیشتری دارن، مسئولیت بیشتری هم دارن و معتقدم متناسب و مسئولیت اجتماعی خودشون خوب عمل نکردند. اتفاقا من با شما همراه هستم، اما اون تعدادی هم که از خود گذشتگی کردند و زندگیشون رو روی این انتقاداتشون گذاشتن از دیگر اصناف نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر است. اگه میگید چنین است نمونه بیارید، بگید مثلا ما 1000 تا حقوقدان داریم، این تعداد مخالفت کردن، 1000 تا اقتصاددان داریم، این افراد مخالفت کردن، 1000 تا جامعه شناس داریم، اینها انجام دادن و بقیه قصه هاست. وقتی من رفتم مثلا در مورد لایحه قصاص یه کار میکروسکوپی کردم، 5 قسمتش هم منتشر کردم، کتاب خواهد شد ولی حالا فرصت ندارم الان، بعدن میشه. خب اونجا اسم همه کسانی که امضا کردن مثلا 160 تا حقوقدان هستن، هم از وکیل و قاضی و بازپرس و هر چه بودن، مال اوایل دهه 60. واقعا همین تعداد داریم، خیلی هم کار خوبی کردن،
و من دفاع کردم اونجا مثلا از دکتر کاتوزیان، دکتر ناصر کاتوزیان که گرداننده بسیاری از این لایحه های اعتراضی بوده، اون سمتش هم مرحوم آقای بهشتی بوده، لایحه را آقای بهشتی نوشته، کاتوزیان لایحه اعتراض علیهش نوشته، من طرف کاتوزیان رو گرفتم. چرا؟ چون دیدم حرف حساب میزنه. بین از سعی کردم که صنف و اینا رو بذارم کنار، عمل خودم هم نشون میده، ولی واقعا مثلا کسی مثل آخوند خراسانی رو تو مقطع مشروطه من پیدا نکردم، یا توی همین مقطع فعلی فرض کن استادم آقای منتظری خب خوش درخشیده. کدوم من و شما میان مقام به یک بزرگی رو رها بکنیم برای جان مردم؟ من مخالفینم. یا آقای آذری قمی، بعدم قدیس، دنبال قدیس ساختنم من نیستم. هر کدوم از این بزرگان زحماتی کشیدن، اشتباهاتی هم داشتن. همین کتابم هم نوشتم، حتی من با استاد خودم برخورد منصفانه دارم، نه برخورد قدیسانه دارم. بالاخره در زمان خودشون درست تشخیص ندادن. مشکل نسل ما این بود که ما ولایت فقیه رو درست تشخیص ندادیم. اساتید منم غلط تشخیص دادن. ما هم سیاه لشکر اونا بودیم. بگه تعارف نداره که. اگه خراب شده هممون خراب کردیم. یه نفر که نبوده که خراب بکنه. هیتلر تو کشور خودش یک نفر نبود. حمایتش کردن. در ایران هم اتفاقاتی که افتاد، بالاخره مردم اگه همراهی نمی کردن، هورا نمی کشیدن، این اتفاقات حالا خوب یا بد نمی افتاد. یه مقدار باید با سعی صدر بیشتری برخورد بکنیم و البته منصفانه. ولی اگر شما جایی پیدا کردید که من فلواقع حساسیت صنفی اعمال کردم، حتما تذکر بدید. ضمناً من ایمیل ها رو جواب میدم، اما انتظار نداشته باشید تو این شبکه‌های اجتماعی همه جا حضور داشته باشم و کامنت بخونم و کامنت بنویسم. همین که ایمیل ها رو جواب میدم، شاید شما متشکر باشید. نوشتم که با توجه به اسلام ستیزی حاکم بر جوانان عصر ما و انداختن تقصیر ظلمات بر دوش دین، آینده اسلام را در ایران چگونه میبینید؟ اینا توی یکی دو تا مصاحبه من اشاره کردم که یه چیزی مثل ترکیه بعد از عثمانی میبینم من. یعنی که به خاطر سوء استفاده فراوانی که زمامداران جمهوری اسلامی از دین مالی کردن همه چیز پیش گرفتن، یک عکس العمل مقابل دین حکومتی الان داریم. خب بعضی هم اشتباه میکنن، مقابل اصل دین میگیرن، میگن همه اشکالات اصلا از اصل دین است. برخی از متفکرینمون هم متاسفانه تو این وادی میافتادن. من جوری نمیبینم و معتقد هستم این تعارض با اسلام حکومتی است و باید اسلام حکومتی حذف بشه و مردم حذفش خواهند کرد. امیدوارم به نسل من بیانجامه، به نسل شما که جوانتر است که حتما خواهد انجامید، امیدواری. و اون زمان وقتی که دیگه کسی به نام دین نخواد بر گرده مردم سوار بشه، مردم برمیگردن به دینداری خودشون قبل از انقلاب. مردم ما بیدین بودن، به پدر و مادراتون برگردید، شما به قلب خودتون برگردید، بیدین نیستن. تو همین شرایط هم من معتقد هستم اگرچه ایرانیان نسبت به بقیه کشورهای مسلمان مشکلات تعارض دینیشون بیشتر است به خاطر این تجربه تلخ 42 ساله، اما بعد از یه مدت کوتاهی شبیه ترکیه بعد از سقوط عثمانی، جامعه به حال تعادل برمیگرد. این در حد فهم من و تجربه من و آشناییم با ملیت‌های مختلف مسلمان و غیر مسلمان این گونه است. چیز برخلاف نمی‌بینم که مردم یا اکثریت مردم، حالا اقلیت کمی هستند و همه جا هم هستند، مشکلی هم باشون نداریم، اونا هم باید بتونن حرفشون رو بزنن، ولی در آزادی داشته باشن میرن دنبال اونچه که بهتره براشون. ببینید تو خود ترکیه، همین ترکیه که من بارها سفر کردم، خیلی هم دوستان ترکی دارم، اونا بیشتر از ما ایرانی ها دین دارن چون اختیاریست. همین قضیه یه نمیدونم حجاب و امسالم، واقعا حجاب به هر شکلی در ترکیه خیلی سفت‌تر از ایران. اینکه جامعه سکولار باشد به هیچ وجه به معنای بیدین شدن نیست. وقتی خود مردم انتخاب بکنن، چون انتخاب خودشونه، بیشتر وای میستن. کشورهای دیگه، من اردنم رفته بودم همین جوری بود.
جاهایی که حکومت دخالت میکنه و زور چپون میخواد بکنه، میخواد تو زندگی خصوصی مردم دخالت بکنه، اینجوری لباس بپوشه اونجوری باشه، مثل طالبان تو افغانستان، اون مردم مقاومت میکنه، منم باشم مقاومت میکنه، منم از همچه دینی بیزارم. من یادم همو وقت اشاره کردم وقتی آقای مصباح زنده بود، مصباحی عزیز زنده بود، گفتم آقای دینی که شما دارید ترویج میکنید من به همچه اسلامی کافرم، نمیتونم بپذیرم. خب جوانم همینطوریه، آقای دینی که داره هر روز از توی رادیو تلویزیونش دروغ میشنوه. واقعا مشکل من اینه که من به حکومت اعتماد ندارم، بارها دروغ گفته، صریحا دروغ گفته، از بالا تا پایینش دروغ میگه. خب چرا باید بهش اعتماد کرد؟ بنابراین این که شما میگید که آینده اسلام، به نظر من آینده اسلام بعد از یک فرود به حالت تعادل برخواهد گشت. خواهید دید، اینو بنویسید یه جایی بعدا ببینید همین هست یا نه. من به نام داشتم که تو همین جلسه آقای رئیس شهری رو دعوت بکنم بیاد بشینه بگذاره حرفاشو بزنه، حرفای منم زده بشه، بیاد بشنوید. بله تو این رده هیچ مشکل ندارم، اما اینکه بخواد فکر بکنید که فورد با هر کسی که من نمیشناسمش و هیچ سابقه نداره و تعلیفی هم توی زمینه ها نداره و صرفا برای مثلا من اهل اینا نیستم، زمانی هم که ایران بودم همین حاضر بودم گفتم من در مورد ولایت فقیه با آقای جوادی آملی، با آقای مصباحی یزدی، با اینها حاضرم مناظره کنم، اونم حاضر نشد. گفتم بسیار، یک کسی هم هستن که اصلا اینکه تو مناظره حاضر بشن یا نشن اصلا موضوعیتی نداره، چون از خودشون فکری ندارن. اگر کسی از خودش فکر داره، اینجا هم صرفا اینکه ری شهری آمده این کتاب رو نوشته، این کتاب هم هزار تا مشکل دارد، حالا اون بخش اصلیش که در علی آقای منتظری از زمان دیگه، و اینکه تأسف خودم هم نمیتونم پنهان کنم که این کتاب توسط مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی منتشر شده، تولیت اونجا ادعای خلاصه اعتدال و اصلاح طلبی و امثال هم داره میکنه. این کتاب اگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر میکرد یا دفتر نشر انقلاب آقای خامنه‌ای چاپ میکرد، خب از جنس خودشونه. اینکه شما باید این رو منتشر بکنید، یعنی صحه میگذارید بر اینها، وقت بسیار از ادعای شما دیگه مسموع نخواهد بود. و اتفاقا خیلی خوبه که این کتاب همینا منتشر بکنن تا آدم تشخیص بده که چیست، که قضیه پشتش از چه قرار است. بسیار خوب، من 3 دقیقه دیگه مونده، اگر سوال دیگری نیست من میتونم پاسخ بدم. ببینید اینجا میپرسیدن، اینم آخرین سوال، این که حالا در مورد آقای منتظری نوشته، ببینید حرفای رئیس شهر 100 بار زده، قصه مهدی هاشمی بهانه است. من کتاب جلد جدیدش منتشر خواهد شد، همون میان پرده تلخ اسناد رو خواهید دید، که مسئله اصلی این بوده که دو تفکر در ایران داشتن با همدیگه مبارزه میکردن، یه تفکری که دنبال دادن آزادی بیشتر به مردم بوده که میگفتن لیبرال ها، یک تفکر هم همینه که باش مقابل در آنها داریم دست و پنجه نرم میکنیم. با حذف منتظری شما تفکر نسبی آزادی خواهی رو در ایران سرکوب کردید. السلام. امثال مهدی هاشمی هم اینها بهانه است، اینو تو اونجا نشون خواهد داد. اگه کسی این ببخشید اراجیف رو هم باور میکنه، حقش هست که برید سواری بدید به همین ها که الان براتون سوار هستن. اسلام حکومتی نباشد احکام اسلامی چطور جاری میشود مثلا در قضاوت؟ مگه احکام اسلامی فقط برای حکومت هست؟ اسلام اصلا انتظار از دین، یعنی انتظار باور به خدا، باور به آخرت، باور به غیب، اخلاق، انجام مناسک، انجام شبه مناسک و بقیه امور. اما مسائلی که در حوزه حقوق عمومی است همه با عقل جمعی و بر اساس تجربیات بشری دنبال می شود. همه جای دنیا اینه. الان نزدیک بیش از 50 تا کشور مسلمان هستن، غیر از عربستان سعودی، افغانستان طالبانی و جمهوری اسلامی، 3 تا کشور شریعت مایه پای قانونشونه. بقیهشون مسلمان نیستن؟ فقط شما 3 تا مسلمان هستید؟ اینو مکرره رو نوشتم، فکر نکنید که اسلام یعنی دست بریدن و شلاق زدن. قضاوت ما هیچ تفاوتی با قضاوت‌های مدرن ندارد. باید بشینیم اونجا بیایم بهترین شکل قضاوت رو، وقتی کسی کشته شده دی ان ای اش رو باید در نظر بگیریم یا فقط به شهادت قسم توجه بکنیم؟
اینا در جای دیگری صحبت خواهم کرد. خب دیگه وقت ما تمام شد، از صبر و حوصله همه شما در این دو خلاصه شبکه اجتماعی در یوتیوب و اینستاگرام من تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر سوالی هم باقی موند میتونید از طریق ایمیل برای من بفرستید و پاسخ بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.